بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. اون وقتا می گفتن دو تا کباب یه گوجه، دو تا سیخ کباب با یه دونه سیخ گوجه. ما امروز دو تا تبریک داریم، یه دونه تسلیت. اول از تبریک شروع میکنیم. اجازه این زمان چیزها رو هم عوض کنیم که هیچ زود عوض نشه. تبریک میگیم به آمریکایی‌ها، به خودمون که وقتی در آمریکا هستیم که اون بیچاره‌ها مثل مارتین لوتر کینگ و دیگران زحمت کشیدن، کتک‌هاشو خوردن، کشته شدن و ما داریم از آزادیش استفاده میکنیم. ولی همین آمریکا هنوز راه درازی در پیش داره تا برسه به آزادی کامل. و حتی دیشب در مناظره‌ای که بین نامزدهای انتخاباتی دموکرات بود، خانم هیلری کلینتون، آقای برنی سندرز و اون یکی اومالی که دیگه اصلا اینقدر شمارشش کمه، کسی اسمش هم یادش نمیاد، اونها هم این مسئله رو دقیقا اظهار کردند و گفتند که باید کاری کنیم که به اصطلاح این تبعیض نژادی، سیاه‌سفیدی و اینها کمتر بشه. یعنی باور دارن که از بین رفتنی نیست. این تبریک اولمون به خاطر اینکه امروز هم روز تولد مارتین لوتر کینگ هست. البته من نمیدونم اگه این تولد مارتین لوتر کینگ هست بعد چجوری هر سال میذارن سومین دوشنبه ماه ژانویه و با این کار خب روزش عوض میشه، تاریخش عوض میشه. البته دلیلی که میذارن دوشنبه اینه که به اصطلاح یه روز به ویکند یا تعطیلات آخر هفته اضافه بشه، مردم بتونن ازش یه مرخصی کوچولو، مینی وکیشن بسازن. این از این. ولی ما چون با شما دوستان هستیم در سر تا سر دنیا، سعی میکنیم که مرخصی نگیریم و با شما باشیم، به خاطر اینکه از جاهای مختلف دنیا. یه دوستی از اصفهان تماس گرفته بود و شماره تلفنی که داده بود، من فکر کردم مال آمریکاست. تماس گرفتم اینجا و هم میگو این شماره تلفن قطعه، تا بالاخره تماس گرفتم با دوستانم در تهران و گفتن که آقا این شماره تلفن، تلفن صدا رو کم کنم، شماره تلفن، تلفن همراه اصفهانه و تماس میگیریم با ایشون، چون ایشون لطف کرده دو بار پیغام گذاشته و خیلی قشنگ صحبت میکنه. منو یاد یه شاعری میندازه، اون شاعری که میگفت ای کاش که بهشت نبود. در صورت حالا باهاشون صحبت میکنیم و بهشون میگیم کجا هستیم. از موقعی که من تو تلویزیون رنگارنگ گفتم به دلیل اینکه وقت کم داریم نمیتونیم بیایم فعلا تا ببینیم بعد چی میشه، این بنده خدا که ما رو پیدا کرده بود گممون کرده. تبریک اول رو گفتیم، تبریک دوم و تسلیت باید خدمتتون عرض کنم. تبریک دوم به خاطر این دیپلماسی و به اصطلاح دنباله همون توافق برجام که بین ایران و آمریکا یا بین آمریکا و پنج به علاوه یک اروپا، به اصطلاح ایران، اینها یک توافقی شده که یکم ایران از خر شیطون آمده پایین، یکم آمریکایی‌ها فهمیدن با جنگ نمیشه دنیا رو درست کرد، یا این که حالا میخوان اینجوری کنن که یه دفعه زیرا به ملاها رو بزنن، نمیدونم. ولی در صورت من به نوبه خودم به عنوان کسی که باور دارم جنگ مشکلی رو حل نمیکنه و مشکلات رو زیادتر میکنه و این دیپلماسی و صحبت و گفت و شنود هست که مشکلات رو حل میکنه، به شما که اینجوری فکر میکنید تبریک میگم. ولی تسلیت میگم به سازمان مجاهدین، تسلیت میگم به افراد خیلی از طرفداران سلطنت به دنبال این بودن که آقا بره بزنه ایران رو داغون کنه، 7 میلیون هم کشته بشن، باز 60 و چند میلیون داریم، ما اون موقع 30 میلیون بودیم و اینها، و به اونها با تسلیت گفت که فعلا این برنامه به تعویق افتاده و ببینیم چه خواهد شد. میخواییم ما همین اول برنامه زنگی به این دوستمون بزنیم و بهش بگیم که ما کجا هستیم و کجا نیستیم. ما با اسکایپ وقتی میخواییم با تلفن هم تماس بگیریم باید بهش بگیم که ایران، بعد اون شماره ها رو بگیریم.
امیدواریم یه روز این مشکلات چیز تحریم ها و اینا هم برطرف بشه. میدونید الان خیلی از برنامه ها توی کامپیوتر هم وقتی شما میخواین بهش دسترسی پیدا کنید، به خاطر اینکه صرفا من و شما ایرانی هستیم نمیتونیم. و اما بریم به ایران، بعد بریم به اصفهان ببینیم. حالا این هم شماره ایشون، لطف کردن هر دو بار هم پیغام گذاشتن و باشون تماس بگیریم ببینیم که زنگی زده میشه یا قطع میشه، چون بعض وقتا ارتباط مثل اینکه داره برقرار میشه. و خب کاش قبل زنگ زده بودم بهشون گفته بودم که مثلا من توی برنامه زنگ میزنم، چون الان میشه چقدر میشه 10:30 شب. ولی ایشون به من گفته بود به زمان خودتون از 5 صبح تا 5 عصر زنگ بزنید، هنوزم 5 عصر نشده. حالا ببینیم که شماره رو درست گرفتم. بله 98 مال ایرانه، اونم قسمت اصفهانه، اونم شماره ها، و ایشون هم نیستن که پاسخ بدن یا احتمالاً دارن رادیو تلویزیون های دیگر رو گوش میدن و بعدن باشون تماس میگیریم. این هم از این ماجرا. بذارید براتون دو پیامی که ایشون پخش برای ما گذاشته پخش کنم، توی این فرصت هم نگاه کنم ببینم برنامه ما داره ضبط میشه یا نه، و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. خیلی ساده است. جالب، دیروز یه نفر به من زنگ زد گفت آقا شما 15 سال این کارو میکنید خسته نشدید؟ گفتم گاهی وقتا خسته میشم، ولی نه خیلی وقتا هست مثلا ما یک کاری رو 30 سال 40 سال انجام میدیم، تازه روزی که بهمون میگن شما بازنشست شدی برو خونه یکم غمگین میشیم. حالا منظور شما چیه؟ اولا من که کاری انجام نمیدم، من به همه دوستام هم گفتم بنده از بیکاری میام اینجا دنبال اونایی میگردم که بیکار و علاف هستن مثل خودم و کاری ندارن، میشینیم با هم گپ میزنیم. گفت که من یه پیشنهاد دارم، اگر شما قیمت خوبی به من بدی من روزی 6 ساعت تلویزیون مردم رو اجاره میکنم و هرچی دلم خواست نشون میدم. گفتیم آقا میخوای چیکار کنی؟ نکنی بخوای فیلم لختی نشون بدی؟ گفت نه آقا، اول میخوام موزیک بذارم، یه چند مدتی موزیک بذارم تا مردم مغزشون از این بحثهای سیاسی و اینها پاک و تمیز بشه، بعد برنامه خودم رو اجرا میکنم و اینها. خلاصه فوری رفتیم سر چونه زدن، گفتیم بابا این نرخ ما از دو، گفت من این نرختونه میدونم و بلدم و شما بارها نشون دادید اینا، ولی من تخفیف میخوام. ما براش یه جوکی گفتیم، گفتیم مشکل ایرانی ها اینه که اول کار چون ایرانی هستن بهشون تخفیف میدیم، بعد میگن خب حالا ایرانی هستیم یه تخفیفی هم بده، یه تخفیف دیگه هم میدیم، وقتی هم میخوان حساب کنن میگن یه تخفیف دیگه. خلاصه حالا قرار شده ما به ایشون چاکی حساب کنیم. شما چاکی میدونید توی آمریکا بهش میگن بالک ریت. اگر ایشون ما رو سر کار نذاشته باشه و شوخی نکرده باشه، شاید توی همین 10-12 روز آینده، یعنی از اول ماه فوریه، من حتی بهش گفتم اگه شما پول ماه فوریه رو بدی من از همین فردا بهت مجانی برنامه میدم. این چند روز رو بهت به اصطلاح اینجا میگن فری بی. این فریبی اون کلمه زنبور نیست، یه چیز دیگه، یعنی تو ایران چی بهت میگفتیم؟ بونس میگفتیم، اونم که انگلیسی و آمریکاییه. در هر صورت خب من هنوز گرین کارت هم ندارم، وضع درآمد هم ندارم، عزیزانی که مرارز مرا قبول دارن از من حمایت میکنن، بدین لحاظ متاسفم که دست خالی هستم، اما تا زمان مرگ مبارزه ام را رها نمیکنم، با مهر و احترام. حالا من به این دوستان یه پیشنهادی میکنم. ببینید شما با دست خالی مبارزه به هیچ جا نمیرسی جز اینکه بری زندان، خانوادت ناراحت، بدبخت، منزل بابات هم بذارن وثیقه میگن ودی چی میگن ضمانت شما رو آزاد کنن. عزیز من اول برید پولش رو آماده کنید، اول برید نردبون رو درست کنید. اگه میخواین برید یه جای دزدی که نمیگیم، اگه میخواین برید بالا یه پشت بوم فریاد بزنید، اول برید چاه رو بکنید اگه میخواین یه مناری رو بردارید. هر کی میرسه به ما
میگه آقا من که پول ندارم، من از کار افتاده هستم. و آقا از کار افتاده هستی، خب برو دنبال استراحت، برو زندگی تو انجام بده. اگه دولت آمریکا، دولت اروپا به شما پول حقوق از کار افتادگی میده، یعنی اونها و دکترها تشخیص دادن شما هیچ کاری نباید انجام بدید. ولی اگه فکر میکنی اونها اشتباه کردن و شما بهشون کلک زدی و داری یه پول مجانی میگیری، آقا برو یه جایی برای خودت کار کن، یه پول کشی در بیار، اون پول کش رو بذار برای این کاری که میخوای به قول خودت داری فعالیت سیاسی و نمیدونم اقتصادی و اجتماعی و حقوق بشر میکنی. این هم شده داستان ما. خب و اما بریم سراغ این دوستمون که پیام گذاشته، ببینیم چی میگه. دو تا پیام گذاشته، من ببینم میتونم دوتاشو پیدا کنم. بفرمایید. آقای سوربی درود بر شما، خدا قدرت. آقای سوربی، شب زنگ زدم، پیام گذاشتم، اسم داریوش، شماره گذاشتم، با من تماس بگیرید. صرف صدای ایشون به نظر شما هم آشناست، همون شاعری که میگفت ای کاش که بهشت وجود نداشت و خدا چرا این بلاها رو سر ما میاره اینجا و قول بهشتی میده و فلان اینا. خب همینجا رو بهش کن. در اصل صداتون خیلی آشناست. بعضی وقتا بعضی افراد کلن صداشون آشناست، چون آدم های خوبی هستن، صحبتشون تا میشنوی فکر کنی آشناته. حالا ببینیم باز یه پیام دیگهی که دیشبش گذاشته بوده بشنویم. الو آقای سوربی، درود بر شما، خسته نباشید. چرا برنامه قطع شد؟ توی آخرین برنامه شما توی رنگارنگ یه پیام دو سه دقیقه‌ای از من خوندین. خواستم ازتون تشکر کنم، خیلی ممنون، سپاسگزارم. اگه جای دیگه برنامه دارید، نمیدونم، از اونجا که قطع شد دیگه ما اطلاعاتی نداریم از شما، اگه جایی دیگه برنامه دارین میخواستم در جریان باشم. لطف کنید اگه بود با این شماره تماس بگیرید. دوستان ببینید چقدر قشنگ شمرده شمرده صحبت میکنه. البته اونجایی که میگه چرا برنامه قطع شد، من یکم نگران شدم، گفتم شاید برنامه ما اینجا قطع شده. منظور ایشون برنامه در تلویزیون رنگارنگ. باور کنید من بعد از همین 6 برنامه‌ای که اونجا داشتم و بعد به آقای داور گفتم واقعا نمیرسم، ای کاش یک کاری کنیم که یکی از ساعتهای من رو همینجوری که پخش میکنم شما هم پخش کنید و اینها، و اونم هر روز بود و اینها، واقعا برای من مشکل میشد. از طرفی دوستان هم نمیان حمایت کنن. میبینید همه فعالن ولی پول ندارن، و شاید چون پول ندارن و کار ندارن فعال شدن. اگر دنبال پول بودن فعال سیاسی، کشور، آزادی، حقوق بشر یادشون میرن. در صورت از قشم، از کیش، از یزد، از گنبد کاووس، از مشهد، از شیراز من تلفن و ایمیل داشتم که این دوستان میگن باز هم در تلویزیون رنگارنگ برنامه داشته باش. حالا ببینیم چی میشه. اتفاقا یکی از دوستانی که در تلویزیون مردم برنامه داره به من گفته که ببین چجوری میشه این برنامه رو در تلویزیون رنگارنگ هم پخش کنیم و مخارجش چقدر میشه. حالا سعی میکنم تماس بگیرم و شاید یک به اصطلاح مددی بشه، اینجوری بریم داخل تلویزیون رنگارنگ و اون دوستانی هم که ما رو از اونجا میدیدن و مایل بودن که ما باشیم راضی باشن. اونهایی هم که مایل نبودن ما نباشیم، خب اونها دست و پا بزنن و یه کاری کنن که ما نباشیم. آقای سعیدی معرف حضورتون هست. آقای سعیدی هم از همین یکی از همین دوستانی هست که خیلی دلش میخواد حرف بزنه، حرف گفتنی زیاد داره، ولی متاسفانه ایشون هم پول نداره. و من نمیدونم ما چجوری نمیتونیم دو نفر سه نفر دوست پیدا کنیم که نمیدونم هفته 20 دلار به ما کمک کنن، دو نفر هفته 10 دلار کمک کنن. آقای سعیدی باور کن، یه اینو امتحان کن، یه کاغذ بنویس، برو یه ساعت، شما اگه کالیفرنیا هستی یه جایی که سینما هست، یه جایی که ساندویچ فروشی هست، یه ساعت بشین این کاغذ رو بذار، با هیچ کم حرف نزن، فقط یه جوری باشه مردم بتونن بخونن.
بگو من فعال حقوق بشر هستم، Human Rights Activist هستم و برای فعالیتام احتیاج به 5 دلار پول دارم. ببین در عرض من این پیشنهادو به این آقای مرتضی آقا محمدی کردم، ولی اون احمق بود قبول نکرد و میگم که به جاش نشست برنج درست کرد، عکسش گذاشت روی فیسبوک. این کارا امتحان کنید. توی آمریکا اینجوری اینا موفق شدن. آقای برنی سندرز چپ و راست، البته خودش که نمی‌نویسه، نامه می‌نویسه که سوربی 3 دلار بده تا ما موفق بشیم، و ببینید واقعا هم موفق شده. حالا بنده 5 دلار 15 دلار کمک کردم، ولی نگاه کنید می‌بینید الان آمده جلو خانم هیلری کلینتون میلیونر وایساده، همین 3 دلارا، همین 5 دلارا. حالا ببینیم آقای سعیدی چی میگه. بفرمایید آقای سعیدی. جناب سوربی سعیدی هستم، امیدوارم حالتون خوب باشه. برنامه شما رو با آقای افشارها دیدم، ایشون مطلبی رو گفتن که از نظر من یه نکته مثبتی توش بود و نکته منفی هم داشت. اشاره کردن به سعدی و حافظ و فردوسی که این دو بیشتر در خانه مردم جا داشتن و فردوسی کمتر، این درسته، ولی مسئله اینجاست که سعدی و حافظ متفکرین ایرانی بودن که تفکر عمیقی داشتند و فردوسی یک به اصطلاح حماسه نویسه که بیشتر بار سیاسی داره نوشته هاش. و این امروز که ما ضربه خوردیم از این جماعت آخوند، بیشتر باید توجه بکنیم به اون زمینه‌هایی که میتونه به اصطلاح ما رو مجهز بکنه به فرهنگی که متعلق به خودمونه. به همین دلیل امروز فردوسی بیشتر مطرحه به نظر من و یه جور بازگشت به فرهنگ ایرانی رو نمایندگی میکنه یا سمبل اون هست. و الا این کاملا درسته که سعدی و حافظ اینها بیشتر نمایندگی میکنن تفکر عمیق به اصطلاح یک انسانی رو که در قالب شعر بیان میشه. قربان شما. ممنونم. بله، جمعه آقای دکتر کاظم افشارها مهمان برنامه ما بودن، صحبت کردن و با دلیل و منطق خودشون گفتن که این درست نیست که الان یه عده‌ای دارن تبلیغ میکنن که فردوسی زبان فارسی رو نجات داد و چنین و چنان. اگر سعدی و حافظ نبودن، مغول‌ها یا دیگران که حمله کرده بودن به ایران، اونها قبلا زبان فارسی رو از بین برده بودن، داغون کرده بودن. بمانه آقای سعیدی عزیز، این چیزی که شما میگید به نظر منطقی و خوشایند میاد، ولی دنبالش که میپرسی، سوال میکنه، گیر میکنه آدم. مثلا چی؟ شما میگید این الان برای حماسی خوبه. کدوم حماسه؟ کدوم جنگ؟ کدوم درگیری؟ یعنی مثل این میمونه که شما بگی بله این توی ارتش که اون کسی که شیپور میزنه و درام یا این تبلو میزنه برای اینکه یه شور و هیجانی در سربازها درست کنه که اینها حمله کنن، یه سر و صدایی هم ایجاد کنه که تو دل دشمن هم ترس بندازه. ما اینو قبول داریم، ولی سربازی نیست، حمله ای نیست، یه مشتی نشستیم داریم تلویزیون نگاه میکنیم، بعدم تموم میشه ساعت 4 میشه باید بریم بچه‌مون رو بیاریم، ساعت 6 میشه باید بریم دوست دخترمون رو بیاریم، ساعت 8 میشه باید بریم خونمون. کدوم حماسه؟ کجا هستید شما که احتیاج دارید یه نفر بیاد بگه آی چنین گفت رستم به اسفندیار، آقای سعیدی من گشنم نون سنگک بیا. چرا گول خودت میزنی؟ حالا که یه نفر پیدا شده حاضر تهمت و توهین و تهدید و قبول کنه ولی حقیقت رو بگه، دیگه شما اذیت نکن دیگه، با ما بعض این باش که با خلق خدایی. بریم سراغ پیام دومی و از آقای سعیدی خواهش میکنم در برنامه‌های آینده شما به جای اینکه هر یه برنامه‌ای رو که میبینید پیام بذارید، صبر کنید برنامه تموم بشه. اگر ما 3 نفر مهمون داریم یا اگر 4 تا موضوع رو صحبت کردیم، شما درباره این 3 نفر مهمان یا درباره این 4 تا موضوع توی یه دونه پیام کامل پیام بذار. بازم ممنونم از شما. پیام دوم ایشون راجع به آقای اوسانلو است، آقای منصور اوسانلو که ایشون
نماینده کارگران بوده و سندیکای اتوبوسرانی واحد و اینها، و میدونید که الان چندین سال هست مشکل دارن با حکومت، در به در شدن به ترکیه و بعد الان به آمریکا، و همین الان که با شما صحبت می‌کنم ایشون تو لس آنجلس هستن. بفرمایید آقای سعیدی. جناب سعیدی، مجددا سعیدی هستم. خواستم تشکر کنم از برنامه امروزتون، فوق‌العاده بود، مخصوصا قسمت که با آقای حسانلو داشتید. به نظر من همونطور که شما قبلا موافقت خودتون اعلام کردید، باید این مسئله اصلاح طلبی در ایران رو تشویق کرد. باید مردم ناامید و سرخورده رو که خودشون کنار کشیدن و بی‌تفاوت شدن تشویق کرد توی درگیری های سیاسی. اینها هر چقدر بیشتر مردم درگیر بشن به ریزش درونی این نظام کمک میکنه. این نظام با بی‌اعتنایی و سرخوردگی مردم به همه اهدافش میرسه. الان شما ملاحظه کنید در این تلویزیون میهن اون کوروش عرفانی چه داره میگه و دقیقا داره نقطه نظرهای اون گروه تندرو رو که مشهور شدن اسمشون هست دلواپسان، دقیقا داره موضع‌گیری دلواپس‌ها رو این آدم اونجا تبلیغ میکنه تو تلویزیون دیدگاه، و بعدم میاد پیش بهبهانی، بهبهانی هم بهش میدون میده. اینا فقط و فقط یک هدف دارن آقای سربی، کنار کشیدن و ناامید شدن مردم، چون به اندازه کافی مزدور دارن که حوزه های انتخاباتی رو پر بکنن از آدم. اصلا احتیاج ندارن که مردم مشارکت سیاسی داشته باشن، و دقیقا این روحیه فعال و این تلاش برای سازماندهی این اوسانلو رو من از اون نقطه هایی میدونم که رژیم به شدت ازش وحشت داره. من خیلی خوشم میاد از این اوسانلو، اگرچه اون نگرانی که شما اشاره کردید خود منم همیشه داشتم که نکنه اینا کلک های سیستمه برای اینکه شناسایی کنن مخالفینشونو. مخصوصا آقای سربی عزیز، من واقعا به این نتیجه رسیدم که توی امریکا گروه های مالی وجود دارن که نمیخوان جمهوری اسلامی از بین بره. برخلاف نظرش کوروش عرفانی، اینها نمیخوان اصلاح طلب ها به قدرت برسن. ظاهر قضیه این هست که اینا دارن سعی میکنن یه نظام متمایل به خودشون رو روی کار بیارن، ولی در پشت قضیه من یه چیز وحشتناکتری میبینم، و به همین دلیل نمیدونم، مطمئن نیستم آقای سوربی حقیقت کجاست. تا حدی زیادی گاهی خود دادم گیج میشه. به هر حال دارم روش فکر میکنم و باید روش فکر کنیم و واقعا به یه نقطه نظری برسیم که کمک کنه کار بیهوده انجام ندیم. حالا در هر موقعیتی من تماس میگیرم و فقط نظرم رو عرض میکنم. قربون شما. ممنونم از اینکه با تلویزیون مردم هستید. ممنون و متشکرم. شما اسم آقای کوروش عرفانی رو آوردید. ببینید این دکتر جامعه ای ماست، حالا نمیدونم رشتش چیه، جامعه شناسی خونده، اقتصاد خونده، شما از این آقا بپرسید تو زندگیتون شما چه کار کردید، از کجا حقوق میارید، از کجا درآمد دارید و چگونه زندگی خودتون رو میگذرونید. حالا این که اون تلویزیونم بهش میدان میده، نه آقا اون تلویزیون میدان نمیده، اون انقدر احمقه، این بدبخت رو تو اون تلویزیون راه نمیدن، ولی این هی برنامه اونا رو پخش میکنه که بلکه راش بدن تو تلویزیون، یا این که ساعتی $10-$20 بهش میدن پخش میکنن. اگه بعد $10-$20 بدن ما هم همینجا پخش میکنیم، برای من مهم نیست که چی میگه. ولی مثلا یکی از مزخرفایی که آقای کوروش عرفانی میگه، میگه ایران ثروتمندترین کشور دنیاست. اصلا همچین چیزی نیست. آمریکا ثروتمندترین کشور دنیاست، هم از لحاظ مساحت، هم از لحاظ اینجا میگن ریسورس، چیزایی که داره، چه معدنی، چه اصلا سرمایه هایی که داره طبیعی، اینها به اصطلاح غنی‌ترین و ثروتمندترینه. ولی همین امروز که من با شما صحبت میکنم 40 میلیون 40 میلیون آمریکایی فکر کنم فودستمپ میگیرن یا زیر خط فقر هستن.
40 میلیون یعنی از 1/10 هم بیشتر، چون 330 میلیون جمعیته و 40 میلیون اگه 33 میلیون بود میشد 1/10. حالا این آقای کوروش عرفانی کجا صحبت میکنه؟ این میگه بیژن افتخاری میاد میگه، بعد دو تا پول برداشتن روش نوشتن تلویزیون دیدار، این بنده خداها خوشحال فیلم میگیرن، عکس میگیرن، زوم این زوم آوت، ما اینجوری که میکنیم صندلیمون صدا میده. این صندلی هم یه نفر نو برای ما خرید آورد گذاش اینجا، باورتون میشه؟ ولی از صندلی های ارزون مال استیپل، از اون صندلی های تیتیش مامانی 200-300 دلاری مال جاهای درست حسابی نیست. بمانم عزیز من، آقای عرفانی اگر اوضاع درست بشه مغازش تعطیل میشه، این مغازشه که باز کرده. این آقای فرهاد پارسی به من تماس گرفت گفت من میخوام پول بدم به اینها، تو میای با اینا همکاری کنی؟ گفتم من باید با یه کسی که تو رشتم باشه، من حزبی نیستم، اینا حزبی نیستن که من باشون ببینم بله این چیزی که میگن درسته برم ثبت نام کنم. گفت نه، من منظورم همکاری تلویزیونیه. گفتم من نشون دادم با همه میتونم کار کنم و من اتفاقا اگه مخالف باشن تازه اونجا جای منه، چون دیگه نمیخواد برم تلویزیون های دیگر رو نگاه کنم، تو همون تلویزیون مخالف رو میبینم میام در موردش صحبت میکنم. ولی اینها مرد میدان نیستن. آقای سعیدی وقت تو با اینا تلف نکن. حالا برمیگردیم به این ماجرایی که شما روز جمعه برنامه آقای اوسانلو رو دیدید و لطف کردید پیام گذاشتید. الان اون وقتا به اشتباه میگفتن بابا از امروز تا فردا زمین 100 تا چرخ میخوره. نه بابا، یه چرخ میخوره. تازه اینم وقتی ما باهاش چرخ میخوریم یعنی برای ما ساکنه دیگه، نه؟ نمیدونم. اینا یه کمی از لحاظ فیزیک و از لحاظ نجوم و اینها ستاره شناسی اینها یه مقداری مشکلاتی هست. مثلا گفتم آقای اجلالی حرف درستی زد، گفت که اینی که میگن زمین میچرخه، خب ما چون قسمت اینجا هستیم دور میزنیم متوجه نمیشیم. اونی که این بالا وایساده اگه اینا درست میگن رو محوره، پس این با سرعت داره دور خودش میچرخه، ولی همچین چیزی نیست. ما اون کشورهایی هم که 6 ماه شبن 6 ماه روز همچین چیزی نمیبینیم. جناب سوربی سلام. آقای سعیدی به یک پرسش ساده نتوانستند پاسخ دهند. سلام خدمت شما و جناب سعیدی گرامی، پرسشی دارم. آها آقای سعیدی ممکنه برنامه ها رو دنبال نمی کنن، ضمناً من ایمیل آقای سعیدی رو نداشتم و ایمیل شما رو خوندم، امیدوار بودم که ایشون برنامه ها رو دنبال کنن و پاسخ بگن. افرادی مثل آقای سعیدی دور می زنن، از این تلویزیون میره اون تلویزیون، از این تلویزیون میره اون تلویزیون، از این تلویزیون میره اون تلویزیون، اینو میبینه پیام میذاره، اینو میبینه پیام میذاره، اینو میبینه پیام میذاره. منی که برنامه دارم میبینید مثلا یه روز 45 دقیقه 50 دقیقه صحبت میکنم، ایشونی که برنامه نداره میبینید یه روز 120 دقیقه برای اینو اون پیام میذاره. در هر صورت ضمن اینکه بله شما درست میگی آقای مصطفی زاده، آقای سعیدی به شما پاسخ نداد و تو اون برنامه گفت هر کسی سوالی پرسشی داره مطرح کنه من پاسخ میدم، اولا ثابت میکنه که بله ایشون هم کارش خرابه، این یک. دوما ثابت میکنه که اینها افرادی نیستن که چی میگن، اینا که یه کاری رو پیوسته انجام میدن، دنبالش رو میگیرن، به نتیجه میرسن، یه چیزی رو به هدف میرسونن، دوباره برمیگردن. مثلا یه هندونه ای رو از اینجا برمیدارن میبرن میذارن اونجا، دوباره برمیگردن. اینا این هندونه رو برمیدارن تا وسط راه پرتش میکنن، خوردش میکنن، میذارنشون. آقای سعیدی، آقای مصطفی زاده و دیگران منتظر پاسخ شما هستن. این از این. و برگردیم به این که از جمعه تا حالا کره زمین 1000 تا دور زده یا 100 تا دور زده که نزده، 3 تا دور زده. شرایط عوض شد. اولا کلی از اصلاح طلبا رو مجلس خبرگان قل و قم کرد و نمیدونم رد صلاحیت کردن، حتی صدای روحانی هم در آمده، حالا چه به تظاهر چه حقیقت. این یک. دو، من دو تا اتفاق خیلی بزرگ افتاد. یکی اول ماجرای گروگان ها یا زندانی های بین ایران و آمریکا. ایران 5 نفر آزاد کرد، آمریکا 7 نفر آزاد کرد، که از اون ورم فرداش که یعنی دیروز یا پریروز ساعت ها میدونید توی وینا آقای جان کری راجع به این ایمپلیمنت کردن، یعنی از این روز دیگه حالا درست شد این ماجرای نقض تحریم ها و
قرار شده چه شود، پول بدن و پول بریزن و 500 تا هواپیما بدن و 100 میلیارد دلار بدن، اینو پولا مال اینا بوده. آقا پولا مال ایران بوده، شما چندین سال این پولها رو نگه داشتید، حالا پولها رو بدون اینترست میخواین بدید، از اون ورم مطمئنید که اینقدر کم بود در ایران ایجاد کردید که مردم همه اینا رو دوباره جنسای قلابی خودتون میخرن و این پولا دوباره برمیگرده اینجا بمانه. این اتفاقا که افتاده، اون چیزی که شما میگید عوض شد. الان نظرتون چیه؟ بعد راجب اصلاح طلبا، بله من همیشه میگم که انسان کلن اصلاح طلبه و اینایی که میگن ما اصلاح طلب نیستیم دروغ میگن. اگه اصلاح طلب نیستن بهشون بگو برو اونجا کوچلوار تو در بیار، کفشتم در بیار، شورتم در بیار، لخت خونتم ول کن برو تو اون غار. چون اگر بشر اصلاح طلب نبود هنوز در غار زندگی میکرد. پس بشر اصلاح طلب بوده، هست و خواهد بود. حالا اگر اسم اصلاح طلب رو یه سری آدم اینایی که سوء استفاده میکنن چیه؟ فرصت طلب آمدن خراب کردن، اون دیگه گناهش گردن من و گردن آقای سعیدی نیست. اون باید طرف بفهمه که منظور من از اصلاح طلبا کیا هستن. کسایی هستن که میبینن آقا من زورم به این آخوند نمیرسه، اسلحه دست اونه و باید یه کاری بکنم که بدون اینکه خودم رو به خطر بندازم، دیگران رو به خطر بندازم، یک قدمی پیش ببرم و باعث بشم که یک کمی آزادی بیشتر، آزادی بیشتر، آزادی بیشتر، تا اون روزی که میخوایم به اون هدفی که میخوایم برسیم. و الا این که من بیام اینجا دستور بدم که چجوری توی شیشه پپسی شما کوکتل مالوتوف، یا اینجا میگن مالوتوف کوکتل، درست کنید و بندازید، آقا تو میندازی میگیرنه بعد پدرتو در میارن. یا این دوستمون آقای مونتی فاطمی برداشته عکس آقای انتظامی رو دوباره گذاشته، میگم آقا آخه این چی کار کرده؟ این آقای انتظامی اصلا یه آموزش بدیه، این آقای تبرزدی یه آموزش بدیه برای مردم. که یعنی چی؟ میگه مردم اگر شما خواستید دنبال آزادی برید، اینها ببین آخوند میگیرتتون 30 سال میندازتتون تو زندان مثل من. اینا نیومدن با تدبیر، با یک فراست میگن اینا که خیلی روشن فکرن، یا درایت میگن دیگه. از روز که آقای افشارها صحبت کرده ما این کلمه آدم میت و خر و خریت و اینها رو دیگه میترسونیم به هم بزنیم، نمیفهمیم دیگه این عربی فارسی. مهم نیست. به نظر من اتفاقا من یه روز میخوام با خود آقای افشارها صحبت کنم که همین که من میگم آدمیت و بیننده من میفهمه منظورش چیه، همین که من میگم خریت بیننده میفهمه منظورش چیه، این کلمه درستیه. اصلا کاری نداره که ریشه خر از فارسی بوده، ریشه یت از عربی بوده یا برعکس. اصلا مهم نیست کلمه، اصلا زبان، دستور زبان نه فارسی، هر زبان دیگه ای باید پویا باشه. اگر ایستا شد میشه مثل فیلم های قدیمی رو میبینید انگلیسی صحبت میکنه ولی نمیفهمید شما چی میگه. فیلم های ایرانی فارسی رو میبینید میخوان برش گردنن مثلا به زمان امیر کبیر، اونجا هم شما میبینید غریبه دارن صحبت میکنن، خودی نیستن. خودی کیه؟ خودی من و شما هستیم که امروز داریم صحبت میکنیم با زبان سال 2016 میلادی یا سال 1394. و اما آقای اوباما پریروز همه این ماجراها بود و همه منتظر بودن که آقای اوباما صحبت کنه درباره آزادی این زندانیهای آمریکایی و ایرانی و اون دریا چیشی بهشون میگن تفنگدارای دریایی، نه هیچ خبری ازش نبود. آخر شب گفتن آقا امروز تولد همسر ایشون هست و معمولا ایشون روزی که تولد همسرش هست میره بیرون شام میخوره و اینها. مثل که عرقم زیاد خورده بود دیروز ساعت 2:30 هم که صحبت میکرد یک کمی هنوز اینجا میگن هنگوور، این سردرد مال شب پیش. در صورت 12 دقیقه صحبت کرد، خیلی قشنگ به دیگران گفت ببینید ما چجوری با دیپلماسی تونستیم حتی این به اصطلاح زنگوله رو ببندیم گردن این گربه یا این گاو یا شیر هرچی. این بود. از اون ور آقای روحانی صحبت کرده 1 ساعت و خورده که یه نفر یه مبلغی داده که این رو ما چند روز پخش کن. دوستان وقتی من میگم یه مبلغی، این مبلغ 1 میلیون دلار نیست، والا همین نرخی که ما میگیم ساعتی 20 دلار هم اینا چونه میزنن. حالا اگر شماها
جز به اون عده نادانی هستید. مثل اون عکس بهتون نشون میدم که اسمشو گذاشته جوان ایرانی، عکس قلابی، و اینا رو باید به فیسبوک گزارش بدیم که بابا این اکانت قلابیه، این عکس قلابیه، تا فیسبوک ببندتش. ولی اگه بخوایم این کار کنیم، نصف بیشتر دوستای خودمونم باید حسابشون بسته بشه. چرا؟ چون همه قلابیه. اگر شما جزو اون کسی هستید که نادان هستید یا دوستای نادان شما رو به اصطلاح دورتون هستن و می‌نویسید که سوربی ما همه جا شنیدیم که تو مأمور جمهوری اسلامی هستی، میگم آره درست گفتن، حالا هر گوهی اونا خوردن شما هم بخور. آخه دیوانه احمق اگه کسی مأمور باشه میاد بشینه تو تلویزیون، تو رادیو، شما الان این چندتایی رو که معامله کرده بودن با ایران، پولای کلون یا ساخته بودن یا واقعا به دنبال هدفشون رفته بودن این معاملات رو انجام داده بودن، هیچ کدوم اسماشون شنیده بودید؟ من اسم 3 تا 4 تاشون میشناسم، اینا رو میدونم. اینا رو هم وقتی که گرفتنشون تو دادگاه آمریکا بودن، من به اصطلاح اون پرونده هاشون اینها رو میخوندم و دنبال میکردم، ولی هیچ کدومشون توی رادیو تلویزیون نبودن، هیچ کدومشون توی مجمع عمومی حزبی اینها نبودن. آخه کی میخواین آدم بشید؟ اون وقت شما نشستی توی صفحه فیسبوک، بذار ببینم پیداش میکنم، بله، جوانی ایرانی 1، ببینید این یه عکسی انداختن، چند تا پیرزن نشستن، بعد نوشته بنویس من 15 سالمه. این ماجرای فیسبوک ما ایرانی ها. نگاه کنید اسمش جوان ایرانی، عکسش معلوم نیست، عکس این بیچاره، اتفاقا این عکس شبیه دختر یکی از دوستای ماست که اینجا زندگی میکرد، بعد رفت کالیفرنیا، و این حالا تازه توی وبسایتش، توی فیسبوکش نوشته که دوستان من فعال حقوق زنان هستم، بیاین نمیدونم به من کمک کنید. حالا همینو ببینید، من براش اینجا عکس گرفتم، چون اینا وقتی هم یه چیزی میان میگن بعدش فراری میشن. ببینید این عکسیه که زیر برنامه آقای افشارها نوشته آقای سوربی همه جا میگن شما عامل جمهوری اسلامی هستی، درسته؟ من نوشتم بله کاملا درست میگن. خب حالا چرا؟ اولا کسی که میگه همه جا، یعنی ایشون این خانم هر جایی همه جا میره، اوکی؟ پس این خانم رو به جای جوان ایرانی باید بذاریم جوان هر جایی، اگه جوان باشه تازه. دومه عامل یعنی چی؟ یعنی کسی که عمل میکنه. چه چیزی رو من عمل کردم برای جمهوری اسلامی؟ مثلا امروز به جمهوری اسلامی گزارش دادم یه آدم عقب افتاده یه ترسوی به اسم جوان ایرانی با اسم قلابی با عکس قلابی روی فیسبوکه، بابت این آخونده به من چند داده یا چند میده، بعد تازه میگه آقای امیر سلیمانی اینو گفته. آقای امیر سلیمانی بابا تو همین تلویزیون برنامه داشت، یک لحظه بدون اینکه ویسکی بخوره نمیتونه راه بره، نمیتونه حرف بزنه، یه آدم معتاد الکلی سیگاری لنگه. بعد خود این خانمه میگه چرا تا روزی که ازش پول میگرفتی نگفتی؟ آخه احمق، اگه من از امیر سلیمانی پول میگرفتم، خب این نشون میده که من عامل جمهوری اسلامی نبودم. پول رو از امیر سلیمانی، پول رو از شایان کاویانی، پول رو از همر آبرامیان میگرفتم. خودتون نمیفهمید چی میگید. و یه مشتی آدم بدبخت عقب افتاده هی میاد درود به شما زبان ایرانی نازنین، درود به شما شیر زن ایرانی. اینم زندگی فیسبوک ما. یه فیسبوک را میندازه اون پسر مصری انقلاب ایجاد میکنه که بعدم از گوه خوردن خودش پشیمون میشه، یه فیسبوک هم فیسبوک های ایرانی ما. و اما چون آقای مصطفی زاده لطف کردن اینو فرستادن، اجازه بده از ایشون تشکر کنم. امروز یک ویدیویی فرستادن، حدود 27-28 دقیقه است، راجع به عربستان سعودی و اینکه چرا آمریکا و اینها صداشون درباره حقوق بشر اونجا در نمیاد. عربستان سعودی که بچه‌های خودش، دخترای خودش رو نمیدونم چندین سال در این قصرها زندانی کرده و به این به اصطلاح مثل این میمونی که یه نفر زنشو زده باشه، زنشو زندانی کرده باشه، دخترشو زندانی کرده. چرا این جرم تو همه دنیا، چرا این کارو نمیکنه؟ از طرفی گله میکنه ای کاش این دوستانی که برای من چپ و راست ویدیو میفرستن
آقای مصطفی زاده به شما تنها نیستم، باور کنید روزی 30 تاش برای من میاد که آقای سوربی اگه میشه اینو نشون بدی. حالا شما نگفتید، شما گفتید اگه وقت داری اینو تماشا کن. تماشا کردم، خیلی هم جالب، ولی اونا میگن اگه میشه اینو نشون بده. میشه نشون بدی، ولی ای کاش یه نفری هزینه کمش رو بده. ما بارها گفتیم بابا این تلویزیون مردم یه ماشینه، سوربی یه راننده بسیار خوبه که نه در حین رانندگی مشروب میخوره، نه تصادف کرده الحمدلله تا حالا، نه تیکت گرفته. یه راننده خوب دارید، یه تلویزیون نقلی کوچولو هم دارید. خب آقا این فیلم رو که میفرسی بگو آقا من روزی 5 دلار میدم شما اینو 6 روز نشون بده. بازم به شما نیستم، آقای مصطفی زاده این کار رو انجام داده، کمک کرده به تلویزیون مردم فلان، ولی چون شما اینو فرستاده بودی من یادم اومد که این رو بگم. ضمناً از آقای دکتر افشارها ممنونم که اون روز توی برنامه گفتن بابا 50 دلار 100 دلار بدید که تلویزیون مردم وقتی میخواد یه نفر بیاره از اون ور نگه خب شما بیا مهمون ما، ولی اگه دوست داشتید دو تا نونم بیار، چون قبلی ها نونا رو خوردن رفتن دیگه نخریدن بیارن. و همینجا این خبر رو بهتون میدم که آقای افشارها این جمعه ساعت 3 بعد از ظهر با ما هستن. ضمناً آقای مصطفی زاده، آقای افشارها از شما تشکر کردن، خانم ثقفی از شما تشکر کردن. ضمن اینکه ایشون نوشته، والا من متوجه نشدم خانم ثقفی منظورش به کی و چی است، گفتم اصلا ناراحت نشید. خانم ثقفی حاصل چند تا برنامه رو توی ایمیل به من نوشتن و شما هم تصادفا جزوش بودید و ایشون نوشته این ایمیل رو هم برای دوستان نخونید. خب این همه شما زحمت کشیدی، وقت گذاشتی، یه مشکل جامعه ایرانی رو گفتید خانم ثقفی، چرا من این ایمیل رو نخونم؟ خب شما هم یکی از همین هایی هستی که نمیخوای این جامعه پیشرفت کنه. و اونی که شما میگید این مسئله تلفن و پیامگیر رو شما این همه میگی و هنوز کسی رعایت نمیکنه، ببینید معلمی که میره سر کلاس هی یه چیزی رو تکرار میکنه، درسته که هنوز یه عده یاد نگرفتن، ولی یه عده یاد گرفتن. معمولا معلم به اونایی که دیگه یاد گرفتن کاری نداره، اونا دارن میرن جلو، هی تکرار میکنه برای اینایی که یاد نگرفتن. و این هیچ اشکالی نداره، نه من باید خسته بشم نه شما. شاید جوری که من بیان میکنم درست نیست که شما این فکر در مغز درست میشه که آقا با وجودی که سوربی انقدر گفته این هنوز عملی نشده. از آقای منوچهر عزیز تشکر میکنم، ایشون دو تا پیام گذاشته بودن ولی تو پیام ها باز گفته بودن پیام منو پخش نکنید، نکنید این کار رو. نازنین من، شمایی که به این قشنگی صحبت میکنید، شمایی که به این قشنگی تحلیل میکنید، خب وقتی میگی پیام منو پخش نکن، من دیگه یادم نیست حقیقتش، دیگه وقتم نمیکنم بیام پیام شما رو بنویسم بعد بگم یه آقای اینجوری گفت. بعد یه مدت اگه این کارو بکنیم به صورت قلابی در میاد. بذارید ببینیم حالا این کیه. بفرمایید دیگه، اگه صدا رو هنوز بلد نیستی ببندی و اینها کارت خیلی خرابه و دیگه جواب نمیدم پیام بذار. ممنون. تنها دلیلی که من ورداشتم گفتم شاید این دوستمون آقای داریوش از اصفهان ایران باشه، اون اصفهان و وضع بیمثالش، این مال شیراز بود نه؟ اصفهان نصف جهان. بله بریم سراغ اینها. ما امروز ایمیلی رو که فرستادیم برای اون لیستمون، این گوگل و اینها بعض وقتا نمیذاره ما برای 3000 خورده که روی لیستمون هستن یه جا بفرستیم، باید اونم پول بدیم، پول نداریم. اون احمقی که اسم خودشو گذاشته جوان ایرانی میگه امیر سلیمانی الکلی اینو نوشته، میگم آقا تو دنبال رو امیر سلیمانی هستی، خب برو ببینیم بدبخت لنگ کجا میخواد بره، تو سوارش کن بکشش رو پشت خودت ببرش. اگرم دنبال رو اون نیستی چرا وقت تو با اون میگذرونی؟ برو یه لنگ دیگه ای پیدا کنی. فولادوند لنگ نمیدونم اینا بود، میگه مثلا آقای چالنگی اینا بعدشون میگن چالنگی، چهار تا لنگ دارن، به پا لنگ هم میگن دیگه، ما دو لنگی هستیم فعلا، اینا چالنگی هستن. برو دنبال یکی دیگه اش، چرا وقت تو اینجا میذاری؟ البته من یه چیزی یاد گرفتم، یاد گرفتم که بعضیا به دلیلی که اصلا نه منو میشناسن نه چیزی، فقط واقعا تنهایی درد بدیه. شما فکر نکنید اگه خودتون زن دارید، بچه دارید، فامیل دارید، رفت آمد دارید، دوست دارید، هیچ وقت شرایط اونایی رو که اینا رو ندارن من شما متوجه نمیشیم. واقعا درد بدیه که شما توی
یک دنیای باشی که 8 میلیارد تقریبا 7 میلیارد خورده جمعیته ولی تنها باشی. اینا از درد تنهایی. یه ایمیل بزنیم حالا ببینیم این چی میگه. بعضی وقتا ما اشتباه میکنیم میفتیم تو دام اینا، جواب میدیم دوباره جواب میدیم، آخر شب دیگه میکنیمش بیرون میگیم آقا برو دنبال کار. این ویدیویی که من امروز فرستادم این رو نوشتم، بذارید به شما نشون بدم. برای این به اصطلاح برای بخش سوم ایمیلامون فرستاده بودیم، فکر کنم این جالب باشه از این به بعدم همین کار رو انجام بدم. کامرای دو نوشتم اگر شما هم مانند من بیکار و علاف هستید. کلمه علاف رو باید با عین بنویسم یا با همین الف؟ درسته. اگر شما هم مانند من بیکار و علاف هستید این ویدیو را تماشا کنید، اگر هم کار دارید پس چرا اینجا هستید؟ برو دنبال کارت، به کارت برس. خیلی ها خوششون اومده بود و هنوز کسی بعدش نیومده، حالا بعدش هم بیاد مهم نیست، من حرف خودم رو میزنم، نظر خودم میدم، شما هم مختاری که نظر خودتو بگی. بله بله، آقای مصطفی زاده با سلام، به دیدنش میارزه، ممنونم، نگاه کردم، بله 27 دقیقه فیلم جالبی بود از یوتیوب. و اما آمریکا چه کسانی را در تبادل زندانی با ایران آزاد کرد؟ این رو بی بی سی اسامی اینها رو نوشته، من هم برای شما میخونم تا اگر شما هم آشنایی دارید، دوستی دارید، یک کسی بوده اون موقع شک کردید این آقا این چطور یه دفعه با جمهوری اسلامی بود فلان، الان توضیح میده و آمریکا میگه بابا اینا نه تو هیچ حرکت تروریستی شرکت کردن و نه هیچ وایلی یعنی کارهای به اصطلاح خطرناک و اینها هم انجام ندادن. این اولینش آقای بهرام مکانیک هست که فامیلی ایشون مکانیک هست، نوشته که کمتر کسی نام زندانیا رو که آمریکا در جریان این تبادل آزاد کرد شنیده بود یا به یاد داشت. وزارت دادگستری آمریکا پیشینه کوتاهی از این افراد و اتهاماتشان منتشر کرده است. بهرام مکانیک، آقای مکانیک شهروند ایرانی آمریکایی ساکن هیوستون تگزاس بود که سال گذشته میلادی با اتهام صادرات غیر قانونی تکنولوژی به ارزش میلیون ها دلار با ایران روبرو شد. او 69 سال دارد و یکی از صاحبان شرکت فراتل یا فراتل و همینطور شرکت وابسته آن سمارت پاور سیستمز در هیستن است. بر اساس اتهاماتی که مطرح شده، فراتل کار طراحی و ساخت UPS منبع تغذیه بدون وقفه را برای چندین نهاد و شرکت ایرانی از جمله وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی و شرکت فناوری سانترفیوژ ایران به عهده داشته است. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، سیستم هایی که بهرام مکانیک در فروش آنها به ایران نقش داشته در بخش نظامی از جمله سیستم های موشکی زمین به هوا استفاده شده است. ادعا شده است که بین ژوئیه 2010 تا 2015 شبکه مرتبط با آقای مکانیک 28 میلیون قطعه به ارزش 24 میلیون دلار را از طریق 28 میلیون قطعه به ارزش این 230 میلیونه یا 24 میلیون یعنی قطعات کمتر از یک دلار ارزششون بوده از طریق تایوان و ترکیه به ایران فرستاده است. آقای خسرو افقهی، ما یه همکاری داشتیم آقای فقیهی، خیلی هم همیشه ناامید بود بیچاره، خسرو افقهی. آقای افقهی یکی دیگر از صاحبان شرکت فراتل و همینطور سمارت پاور سیستمز در هیوستون است. دادستانهای آمریکایی میگویند که آقای افقهی 73 ساله و ساکن لس آنجلس به بهرام مکانیک در صدور غیرقانونی تکنولوژی آمریکا به ایران کمک کرده است. بعدی نفر سوم آقای تورج فریدی است. آقای فریدی 46 ساله ساکن تگزاس، ماشاءالله همشون هم تگزاسی هستند، معاون ریاست شرکت سمارت پاور سیستم بین با او همون و به گفته دادگاه همراه با خسرو افقهی و با آقای مکانیک در انتقال غیرقانونی فناوری آمریکایی به ایران کمک کرده است. کیفرخواست دادگاه میگوید بهرام مکانیک با کمک آقایان افقهی و فریدی به صورت مرتب لیست کالاهای از جمله قطعات مایکرو الکترونیک برای ارسال به ایران دریافت میکرده است. و اما آقای نادر مدانلو، آقای مدانلو زاده
زاده ایران و شهروند آمریکاست که به اتهام نقض تحریم های مربوط به ممنوعیت تجارت با ایران و همینطور کمک به ایران برای پرتاب اولین ماهوارهش به 8 سال زندان محکوم شده بود. بر اساس اسناد دادگاه، نادر مدانلو مدرک تحصیلی خود را در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه جورج واشنگتن، بدون جورج واشنگتن و جورج تاون، دانشگاه خوبه اینجا هستن، داداشای منم اونجا درس خونده، گرفته است. به گفته خودش او کارشناسی شناخته شده در سطح بین المللی در زمینه سیاستگذاری استراتژیک و سرمایه‌گذاری در صنعت مخابراتی فضا محور است و برای شرکت‌های خصوصی وزارت دفاع آمریکا و ناسا برنامه‌های علمی و فضایی را مدیریت کرده است. و اما آقای آرش قهرمان، آقای قهرمان 46 ساله سال گذشته میلادی به اتهام نقض ممنوعیت تجارت با ایران به بیش از 6 سال زندان محکوم شد. او متهم بود که در طرحی برای خرید تجهیزات ناوبری دریایی برای صدور غیرقانونی به ایران نقش داشته است. به گفته دادستان‌ها در آمریکا، این شهروند آمریکایی ایرانی تبار ساکن ستن آیلند اینجا بهش میگیم نیویورک، به عنوان عامل یک شبکه خرید ایرانی فعالیت میکرده و از یک شرکت سوری در دبی برای صادرات غیرقانونی کالاها و تکنولوژی آمریکا به ایران استفاده میکرده. این شرکت سوری یعنی یک شرکت قلابی اونجا درست میکنن که این چیزا از اینجا بره دبی، از دبی بره ایران و به اصطلاح سر خط رو گم کنن، سر نخ رو گم کنن. بذارید تا اینجا نقل دبی براتون بگم. من 2-3 سال پیش اینجا تلفنی داشتم و یه آقایی گفت که آقای سوربی، من شما رو میشناسم و میدونم که شما توی رشته فنی و اینها سررشته دارید، توی آمریکا هم در کار این به اصطلاح کامیون‌های بزرگ، اکویپمنت‌های سنگین تجربه دارید و من میخوام که شما برای ما از اونجا، از کاترپیلار، دوستان گوش کنید، ببینید چقدر بعضی وقتا ناشیانه صحبت میکنن و اگر شما هم ناشی باشید میافتید تو دام دیگه. میخوام از کاترپیلار برای ما چی بخرید؟ گفتم قربان برای ایران که ممنوعه. گفت نه، من که نگفتم ایران، من گفتم شما اینا رو میفرستید برای ما دبی. گفتم خب از دبی کجا میره؟ گفت نه، ما همینجا دبی هستیم و اینها. گفتم آقا شما اگه دبی هستی، دبی که مثل یه ایالت آمریکاست، شرکت کاترپیلار اونجا نمایندگی داره، چرا نمیری از خودش بخری؟ و میدونید که اینجوری نیست که شما بگید تو آمریکا مثلا میلنگ کاترپیلار ارزونتره، وقتی میره دبی گرونتر میشه. بعضی وقتا میبینید دبی ارزونتره، چون مثلا دبی 1000 تاشو خریده، قیمت که بهش دادن ارزونتره، یا دبی مثلا مالیاتی که ما اینجا میدیم نمیده، چون اینجا مثلا وقتی میلنگ میفروشن شما میبینید پول آسفالت، پولش اون شهری رو که میخوان آباد کنن، اینا رو از گرفتن روش گرون کردن. بعد گفتیم نه آقا ما نخواستیم، ما این نوع تجارت رو، ما ترجیح میدیم پیاز و برنج و اینها رو تجارت کنیم به جایی که آزاده. ولی کاترپیلار یک برند، یک نوع ماشینای بولدوزر و لودر و این چیزایی هست که تو معدن کار میکنن و اینها. و اما این ماجرای دبی و اون شرکت سوری، این کلمه سوری از کلمه تصویر فکر کنم میاد. آقای افشارا خدا بگم چه کارت کردی؟ یه کاری کردی، ما حرف میخوایم بزنیم گیر میکنیم. بله، نیما گلستانه. آقای گلستانه تنها زندانی آزاد شده ایرانی است که تابعیت آمریکایی ندارد. او اتهام هک کردن سیستم کامپیوتری اوروتک، شرکت آیرودینامیک مستقر در ورمانت آمریکا و یکی از پیمانکاران وزارت دفاع را با هدف دزدیدن نرم افزار پذیرفته است. نیما گلستان 30 ساله در سال 2014 در ترکیه دستگیر و سال گذشته میلادی به آمریکا مسترد شد. علی صابونچی 45 سال دارد و در اتهام صدور محصولات صنعتی به ایران از طریق چین و امارات متحده عربی مجرم شناخته شده است. او شهروند آمریکاست و در زمان دستگیری ساکن پارکویل مریلند بود.
آقای صابونچی متهم شد که با همدستی افراد دیگر در طرحی برای فروش تعداد قابل توجهی قطعات صنعتی قابل استفاده در صنایع گاز، انرژی، هوافضا و دفاعی دست داشته که ممنوعیت تجارت با ایران و صادرات به این کشور را نقض می‌کرده است. حالا اینو داشته باشید، اینی که می‌بینه اینها میگه پیشنهاد همچین کاری رو قبول کرده بوده، اینها رو به چند طریق می‌گیرن. یکی این که خیلی از الان که حالا دیگه الحمدلله قرار شده این تحریم ها برداشته بشه و اقلا من و شما بتونیم برای پدر و مادرمون، برای عممون قرص قلب و نمیدونم ویکس و این چیزا بفرست، ولی به این صورته. مثلا همون آقایی که من گفته وسایل کاترپیلار، ممکنه یکی از این دوستان مجاهد، اون موقع نه مجاهدا با هم خوب بودن، یکی از این دوستان شاه اللهی زنگ زده باشن به اف بی آی، آقا ما یکی رو میشناسیم، مثلا اون جوان ایرانی بود احمق میگه من همه جا شنیدم، این مامور جمهوری اسلامیه، بعد مثلا من چه میدونم شاید اون ایرانی هم برای اف بی آی کار میکرده، زنگ زده ببینه من حاضرم همچین کاری انجام بدم و ما رو به قول معروف بندازه تو این دردسر. خیلی از این بنده خداها اینجوری افتادن تو دردسر، ممکنه اصلا اینا نمیخواستن معامله کنن، یه نفر آمده و معمولا بیشتر شرکاشون هستن، بیشتر شرکاشون هستن. تو یکی از این کیس ها که من میشناسم از لحاظ دادگاه و اینها با پروندهش آشنا بودم، شریکش لوش داده، شریکش رفته پهلو دادستان گفته که آقا به شرطی که به من مصونیت بدید و من رو برای این پرونده‌ای که دارم به شما میگم دستگیر نکنید، زندانی نکنید، پولامو چیز نکنید، روی پروندم ننویسید، من میام به شما یه چیز رو میگم، دادستان یا اف بی آی میاد با اینا معامله میکنه، میگه بیا بگو. اینه که اف بی آی و آی آر اس میگه بهترین کارمندان ما اونهایی هستن که حقوق نمیگیرن از ما، و میگه بهترین کارمندان ما کسایی هستند که تا دیروز بهترین دوست شما، بهترین شریک شما بوده و امروز با شما دشمن شده. اینه که ما میگیم بابا جون اگر با هم دوستید قرارداد ببندید، حتی وقتی هم دوست هستید با دوستتون هم دزدی نکنید، این دوستتون فردا وقتی دشمنتون شد میره برای خودش مسئولیت میگیره، پولای خودش رو تو بانک میذاره، اون وقت قشنگ میره توضیح میده، میگه آقا من با این سوربی رفتم اینجا اینو دزدیدم، اینها ببین سهم منم داده، این سهمش گذاشته تو این حساب، کرده به نام داداشش، کرده به نام خواهرش، به منم گفته این کارو بکن، قشنگ همه چی رو میدونه، چون اینساید انفورمیشن شما رو میدونه. اداره بهداری اینجا میگه ما معمولا این رستوران ها رو که میریم میگیریم، این شرکت هایی که مثلا میگه 100% روغن زیتون، بعد میریم میگیم آقا بیا ببینیم آزمایش میکنیم، میبینیم 99%ش پارافینه، یعنی داره نفت، درست میگم پارافین از نفت میگیرن دیگه، نفت میده مردم به جای روغن نباتی که همون روغن زیتونه دیگه، نه همشون نیستا، مثلا روغن زیتون از روغن نباتی از چیزای دیگه هم میگیرن، ولی کلا وقتی میگیم نباتی یعنی وجتبل دیگه، وجتبل اورد. خب میگه اگه روغن زیتون ما میخواستیم بفروشیم هر یه انقدرش $50-$80 میشه، شما میری دو تا انقدرش برمیداری $11، خوشحالی که روغن زیتون میخوری، هی هم اضافه میکنی رو سالادت که آقا روغن زیتون سالمه، شما داری نفت میخوری، داری پارافین میخوری. کی گزارشش داده؟ شریکش. چرا دعواش شده؟ نمیدونم این دوست دختر اون ورداشته، این با زن اون رفته دوست شده، اینجوریه. حالا خوشحالیم که این هفته آزاد شدن، ولی ماجرا اینه کسی که دیروز دیدید دیگه توی یک قسمتی به عنوان تروریست ازش نام میبرن، یه دفعه فردا میشه آزادی خواه. این رو ما در رابطه با فلسطین او پی ال او دیدیم، در رابطه با ایرلند دیدیم، تا دیروز تروریست بودن، یه دفعه که اونها با هم دوست شدن آمریکا هم گفت بابا اینا جنبشای آزادی خواه بودن، مجاهدا تا دیروز تروریست بودن امروز بادی آقای جان مکین هستن. راستی مجاهدین بعد از این ماجرای برجام چه به سرشون خواهد آمد؟ ای داد بیدا، رفتید کمک صدام، هم خودتون رو نابود کردید، و آقای بنی صد به من گفت، من به اینا گفتم این کار رو نکنید، این نابودی خودتون رو دارید امضا میکنید، هم صدام رو نابود کردید، حالا رفتید توی سوریه دارید می جنگید، اونجا چه کار میکنید؟
نمیدونم. سلام سوربی جان، صدا و تصویر بسیار شفاف است، ممنونم ازت. یک کلکی زدم به این میکروفون که این صدای پاپ پاپ و اینا رو نگیره و از طرفی امروز میبینید یک کمی الحمدلله ریلکس هستم، نشستم مدیتیت کردم. میدونید این مدیتیت یا تو زن رفتن یا همون خلسه، میشینی سعی میکنی به هیچ فکر نکنی و خیلی خوبه. اگه بتونید شما روزی دو بار این کار رو انجام بدید، اصلا خیلی از این فشارهای زندگی، مثلا این آقای جوان ایرانی یا خانم جوان ایرانی یا این پیره نمیدونم چیز آمده به شما یه چی گفته، میگی بابا ولش کن، اصلا یه ارزش نداره من وقتمو براش تلف کنم. این شما رو راحت میکنه، گردش خونتون رو چیز میکنه. اگه متوجه شده باشید من الان عینکم نمیزنم، حتی نور چشمتون چشمتون رو قوی تر میکنه. میدونید که یه چیز دیگه داریم به غیر از فشار خون، فشار چشم. یه خانمی هست اینجا، دکتر ایرانی، حالا شاید نخواد من اسمش رو بگم، برای من اون روز توضیح میداد که این فشار چشم چه بلایی سر آدم میاره. مواظب باشید دوستان، حتما سالی یه بار دکتر چشم برید، و نه فقط اون دکتری که عینک براتون آزمایش میکنه و اینها، دکتر چشم که قشنگ چشمتون رو فشارش آزمایش بکنن، پشت چشمتون رو نگاه کنن، خط نیفتاده باشه، اسکرچ نشده باشه، خراش بر نداشته باشه و الی آخر، و خیلی راحته. خب میگه که صدا و تصویر بسیار شفاف است، چی شده دوباره کوت و شلوارت رو گرو گذاشتی که این نور و صدا رو درست کنی؟ خب چه کار کنم، تو که دوست منی کی کمک کردی آخرین بار؟ ولی نه خداشی به خدا خیلی کمک کرده، ولی نه، باید شما دائم کمک کنی. یعنی با خودت بگی که من مای 5 دلار دائم میدم به تلویزیون مردم، مای 10 دلار میدم به تلویزیون مردم. اینجوری که یه دفعه برام یه کامپیوتر اپل بفرستی، اونم بچم بگه که بابا تو اپل نمیخواد، خوب نیست برات، بیا ویندوز رو بگیر اپل بده من، اون فایده نداره. چرا دیگه فایده داره، لپتاپ رو گرفتم ازش لپتاپ کمکم. خودمونی از این سوال احمقانه تر شنیده بودی که یکی سوال کنه آیا مأمور جمهوری اسلامی هستی؟ قربونت برم سعید جون، برو یه ماچی به خودت بکن. من به این گفتم آخه احمق، گیرم که من مأمور باشم، من اگه مأمور باشم میام بگم من مأمورم؟ تو چقدر خری، چقدر ساده ای، چقدر احمقی، چقدر اونها تو رو انگشت به فلان دارن میچرخونن. بله، منتظر چه جوابی هست؟ اگر مأمور باشی که بدون شک طرف منتظر اینه که چند تا فوش خار مادر نصیبش کنی که به نظر میاد تنش برای این چیزها میخوره. خب توی ذوقش نزن، چند تا فوش بهش بده که دلش خوش بشه. خب تو که میگه اگه فوش بدم که مأمور نه، میدونی. حالا براتون یه چیزی رو نشون میدم، یک ایمیلی رو، والا مثلا ببین اسماشون چیه. اسم این یکی دیگه هست زنی زنی یا زانی زانی، ZANIZANI. براتون از بالا به پایین بخونم، از پایین به بالا بخونم، بذارید براتون بگم. این خانم یا آقا نوشته برای من که سوسیالیسم هستم همیشه این سوال برای من هست که چرا شما و شمای نوعی که مردمی و سوسیال کمونیست هستید، چرا در آمریکا پایگاه شما هست و در روسیه یا چین یا کوبا و نیست؟ گوش کنید دوستان، به خدا فکر نکنید من اینا رو دارم از خودم میسازم. اینها آقا خانم، من ایمیلشو بهتون نشون میدم. بیا اگر من ایمیل کسی رو علکی نشون بدم طرف میتونه بره منو سو کنه. بیا ایمیلشو نشون میدم که شما ببینید. اینجا ببین، کامرای دو، این ایمیل این خانم یا آغاز، زنی زنی یا زانی زانی، هیچ کدومشون هم اسم و اینای درستی ندارن. اب نداره، اون وقتا که ایمیل درست شد توصیه میکردن که اسمای مستعار، ببخشید من اون وقتا تو بعضی تلویزیون میگفتم طرف اسم مسترا برای خودش گذاشته، اسم مستعار چیه؟ در هر صورت اینو داشته باشید. بله ببینید، 1980zani@gmail.com برای من اینو کی نوشته؟ 13 امروز 18 دوستان گوش کنید ببینید ما که اینجا نشستیم با چه آدمایی هستیم.
طرف، یکیش اون جوان ایرانی که به اصطلاح مسندش و استنادش آقای امیر سلیمانی لنگه، یکی ما. حالا من اومدم اینجا برایش با فینگلیش جواب نوشتم، عمدن فینگلیش می نیستم که اینا مغزشون یکم کار کنه. نوشتم ببینید همون فرداش 14 نوشتم دوست عزیز شما کلن اشتباه کردید، بر پایه اشتباه خود پرسش می کنید. بنده هیچ وقت کمونیست نبوده و نیستم، من به دنبال رفاه اجتماعی بوده و هستم. متاسفانه شاه بی سواد چپ کمونیسم سوسیالیسم را به غلط، خودم هم میخوام بخونم مشکل واقعا فنگلیش، به غلط یاد شما داده. اگر روزی شهامت حاضر شدن در برابر بینندگان را داشتید خوشحال میشم با شما صحبت کنم، مردم هم نظر بدن یا قضاوت کنن شادزی. اومده بالاتر توضیح داده این آقا یا خانم، خیلی ها که ما نمیدونیم طرفمون زنه یا مرده، این قسمت روی که عقل نداره میدونیم ولی نمیدونیم حالا اون پایین چی داره یا چی نداره. اوکی. دوباره 15 ایشون برای من پاسخ داده، نوشته سرکار را مطالعه کردم. من بعد از دیپلم تا همین امروز که 73 سال شدم جز یک بار برای فوت پدر به ایران نرفتم و در کشور آلمان و گاهی هم اتریش زندگی کردم و فکر میکنم دارای سواد دانشگاهی کافی هستم که بین گروه های مختلف فرق بگذارم و هیچگاه هم توهین حتی در لفافه به کسی نمیکنم و از کمونیسم یا مارکسیسم لنینیسم هم بدم نمیآید. من فقط از شما یک سوال کردم که احتمالاً گروه شما را با حزب مردم اشتباه گرفتم. برای شما و سازمان شما موفقیت آرزومندم. دوستان همینجا وایسید، بعضی وقتا بهتون میگم یک کم دقت کنید به نوشته ها. ببینید این آقا مثل داداش بزرگ منه یا خانم، 73 سالشه، خوشحاله که از دیپلم تا حالا نمیدونم تو آلمان بوده و خونده و سواد دانشگاهی کافی داره، هنوز نفهمیده اول آقا برو ببین این کسی که میخوای نامه برش بنویسی این همونیه که شما دنبالش میگردی، نه که به جای حزب مردم بیای تلویزیون مردم رو بگیری. حالا جالب اینه که خانم مقدسی خدا بیامرزتش 4 پیش منو صدا زد و گفت همسرش دکتر مقدسی میخواسته حزب مردم رو راه بندازه که عمرش کفاف نداده و ایشون اون اساسنامه حزب مردم رو داد به من، گفت تو برو دنبالش. منم یه هفته خوندم بردم دادم بهشون، گفتم خانم اصلا حزب و حزب بازی تو کار من نیست، من رشتم فنیه و این چیزای سیاسی و این به اصطلاح جملات حزبی رو بلد نیستم، دادم دستش. خود ایشونم بعد چند سال دیگه فوت شد، خدا رحمتش کنه. آقا یا خانم زنی، شما که فکر میکنی میدونی، شما هنوز خر نر از گاو تشخیص نمیدی، گاو نر رو از خر تشخیص نمیدی، چی داری میگی من شما رو با سازمان و با نمیدونم حزب مردم عوضی گرفتم؟ من نوشتم خب ممنون که توضیح دادی، حالا میشه من از شما انتقاد کنم؟ اگر میشه، مثلا به اشتباه نوشتم ادر میشه، اگر میشه دوشنبه در برنامه انتقاد میکنم. شادزی. این خانم یا آقا برای ما معمولا یک که میگه ریش و قیچی دست شماست یعنی مرده، ریش و قیچی دست شماست جواب داده، یعنی اجازه داریم. اوکی، با هم به همین خاطر داریم نشون میدیم و صحبت میکنیم. حالا ما آمدیم چی نوشتیم؟ نوشتیم که خنده روی زمین افتادیم و نمیدونم لاود داریم میخندیم و اینها. نوشتم والا من ریش و قیچی را دادم دست دوستان، الان شما میبینید نه ریش دارم، قیچی را هم دزدیدن، آیا شما مطمئنی که میخوای ریش و قیچی رو بدی دست من؟ ایشون دوباره پاسخ داده، نوشته با درود به شما، من متاسفانه ریش ندارم، در مورد پخش از برنامه شما هیچ گونه دسترسی به برنامه شما ندارم که بتوانم روی آن نظر بدهم، مثلی هست معروف که تنها به قاضی رفتن راضی برگشتن است، با آرزوی موفقیت شما. خب ما گفتیم لابد این گفته حزب مردم زده، مردم آمده ایمیل فرستاده.
ولی دوستان نگاه کنید، این آقا یا خانم دروغ میگه. ایمیل ما اینجا مردم تیوی نیست، ایمیل من رو داره، usa.sorbi@gmail.com. اینا از کجا آوردی خانم یا آقا؟ چرا دروغ میگید؟ چرا وقتی سرتون توی سوراخ گیر میکنه اون وقت هی میان دروغ بیشتر میگید، عذر بیشتر بدتر از گناه میارید؟ شما اگه برنامه منو ندیدی، منو نمیشناسی، چگونه من رو با حزب مردم اشتباه کردی؟ چه چیزی زدی؟ زدی مردم پارتی ما اومدیم؟ اگه زدی مردم پارتی، مردم تیوی آمد؟ خب آخه عاقل، دانشمند، نمیخوام بهت بگم احمق، نمیخوام بهت بگم پوفیوز، برو بشین نگاه کن ببین این سوربی که اسمشم تو ایمیل نوشته USA آمریکا سوربی، مثل شما که ننوشتی جرمنی، مثلا آقای فلان، ایشون نوشته قشنگ آمریکا هستم، اسمم هم سوربیه. برو ببین این کیه، بعدن براش بنویس شما چرا در کوبا زندگی نمی کنی. بعد احمق جون، اگر سواد داری، همین آمریکا حزب کمونیست داره. اگر سواد داری، الان توی آلمانی که شما هستی کتاب هیتلر دوباره داره چاپ میشه. ای که 70 رفت و در خوابی، مگر این 7 رو دریابی؟ ببینید دیگه، خیلی زور زدیم دیگه، نمیبینیم، باید حالا عینک بزنیم ببینید این فشار زندگی و فشار چشم و اینا چجوریه. دیدید من اولش قشنگ براتون بدون عینک میخوندم، حالا عصبانی که میشی، از دست کی عصبانی میشی؟ از دست یه کسی میگه من همه جا. آخه تو همه جا کجا رفتی؟ بدبخت عقب افتاده، تو نشستی تو فیسبوک و قشنگ براش فرستادم صحبتای حسن خواجه همشهریمو فرستادم که آخه اوزگل تو کی هستی که مأمور برات بفرستن. آها نوشته بودم خب بیا تو برنامه صحبت کنیم، نوشته بود آره دوستان به هم گفتن که اگه بیام شما من رو میفروشی. میگم آخه پوفیوز تو کی هستی که کسی خریدارت باشه؟ یه مشت احمق، یه مشت دیوانه. همین بدبخت آقای امیر سلیمانی هرچه پول داشت کرد تو کنه این فولادوند، آخر فولادوند ناپدید، خودشم ورشکسته، از کالیفرنیا، این مکانیک بوده، از کالیفرنیا در به در شد اومد اینجا، رفت توی دهی توی وینچستر. من یه روز رفتم کمکش کردم، کامپیوترش درست کردم. اون آقای دکتر آذر نمیدونم چی همشهری ما اومده بودن، خدا حلال کنه، اینا یه نهاری به من دادن و یه آبجو. آقای امیر سلیمانی خجالت بکش بیچاره، اگه طرفدار شاه هستی، شاه از بین رفت به خاطر شما احمقا، به خاطر که همتون فکر این بودین که خودتون بدزدین، خودتون ببرین و هنوز دارید میخورید و میبرید. مادرش و برادرش هم اینجا تو این منطقه هستن. شما کی هستید که کسی بیا بابا اون رضا پهلویش کسی کاه بارش نمیکنه؟ اگه کاه بارش میکردن اقلا باید وقتی میخواست بره این ورور مواظب خودش باشه، نه همش تو سینما و این ورور داره برای خودش میچره. برید آقا دنبال کارتون، برید دنبال، خب کار ندارید دیگه، همینه دیگه، چی بگم. و اما درباره وایت هاوس براتون صحبت کردم، آقای اوباما دیروز صحبت کرد، این نوارش هست اینجا روی فیسبوک هم گذاشتم، البته اینجا نوشته this morning، یعنی این امروز صبح، این مال دیروز بوده. اگر یه وقت خواستید میتونید روی فیسبوک، اگرم نه روی گوگل و اینها بزنید پیدا کنید. اگرم مشکلی داشتید برای من بفرستید، ما طبق معمول این کار رو انجام میدیم. ولی ما ندیدیم، حتی گفتم یه نفر گفت آقا این نوار شیرازی که میذاری انقدر قشنگه، من سیدیشو برام درست کن بفرست، پولشم میدم. گفتم آقا سیدی نمیخواد، آدرس تو بده من برات میفرستم. آدرس ایمیلش فرستاد، من براش نوار رو فرستادم دیگه. شما اگه بگی از اون خبری شد نشد، آخه بدبخت عقب افتاده. شما اگه 5 دلار تو زندگیت، 10 دلار تو زندگیت برای کسی که بهت احترام گذاشته برات اینو فرستاده بفرسی، چی میشه؟ ولی این میشه که نفر بعدی که میگه، میگن بابا ولش کن، کون لقش، اینم مثل اون احمق قبلی. تو آمریکا شما اگه چک بد بدی یقتو میگیرن. چرا؟ چون میگن شما دارید این سیستم چکینگ اینجا رو که چک مثل پول نقد عمل میکنه خراب میکنید، لطمه میزنید، شما هم دارید سیستم اطمینان ایرانی ها رو به هم خراب میکنید. این برنی رو بهتون نشون بدم، اینی که میگه آقا شما چرا به مردم میگید پول، من افتخار میکنم
ببینید آقای برنی افتخار میکنه که میاد میگه $3 $3 contribution، میبینید، و منم با جون و دل این $3 رو میدم، دندم نرم، به جایی که برم استارباک میرم 7-11 نوشابه میخرم، کافی میخرم، به جای 7-11 تو خونه آب گرم میکنم، یک قاشق قهوه های آماده میریزم، اون $3 رو میدم به این، برای برنیم میرم چیز میکنم، ازش هم دعوت کردم بیاد تو برنامه صحبت کنه اگه وقت داشته باشه، همین شنبه هم با ویدیو میتونیم باهاش صحبت کنیم، ولی یه کاری انجام میدیم. نمیام آقای اوسانلو بگم من هنوز گرین کارت ندارم. شما فکر کنی گرین کارت که بگیری حقوق بهت میدن؟ یا منظورت اینه که گرین کارت که بگیری کار میکنی بعد اگه رفت سر کار که دیگه دنبال تلویزیون ایرانی نیستی که؟ شما الان داری این کارا رو میکنی چون اینجا بیکاری. بعدم اگه پناهنده هستی باور کن حقوقی که شما میگیری بیشتر از حقوقی که ما که میگیریم و کار میکنیم و مالیات میدیم، چون پول خونه بهت میدن، پول بیمه بهت میدن، ببخشید اون وقتا میگفت پول همه چی میدن، اونی هم که میگفت همه چی بهمون میدن، اونی هم که نمیدن پولشو میدن. اینجا حتما کارت فود چی بهت میگن، فود استمپ، این چون وقتا فود استمپ مثل استمپ مثل تمبر چیز میدادن بوده، همینجور اسم فود استمپ بونده دیگه، الان اینجوری نیست، الان دیگه یه کارت مثل کریدیت کارت بهت میدن، میره از فروشگاه میخری، برات خوراکت مجانیه، بچه هات مجانیه، مدرسه شون بیمت مجانیه، یه پولی هم بهت میدن. شما به من میگی من الان پول ندارم، گرین کارت ندارم، فکر کنی فردا که گرین کارت گرفتی پولدار میشی؟ نه، ای کاش خمینی هم مثل شماها بود، میگه امروز پول ندارم حالا فردا ایران را گلستان میکنم. نه، رفت پول گرفت. شما میگید از کارتر گرفته؟ چه جوری آخوند از کارتر 130 میلیون گرفت ولی شماها عرضه ندارید؟ این سوال اصلیه. چپ و راستم به هر کدومشون بگی بله میان میخوان صحبت کنن، همچون که گفتی آقا این ماشینه برای نفر بعدی هم باید بنزین داشته باشه، میگه شرمنده، من همینجا پیاده کن، داداشم داره از اونجا رد میشه، با ماشین اون میرن. بفرما. بی خودی خندیدیم، بی خودی خندیدیم که بگوییم دلی خوش داریم، بی خودی حرف زدیم که بگوییم زبان هم داریم، و قفس هامان را زود زود رنگ زدیم، و نشستیم لب رود و به آن سنگ زدیم، ما به هر دیواری آینه بخشیدیم، که تصور بکنیم یک نفر با ماست یا یک نفر با ما هست. ما زمان را دیدیم خسته در ثانیه ها، باز با خود گفتیم شب زیبایی هست، بی خودی پرسه زدیم صبح من شب بشود، بی خودی هرس زدیم سهم من کم نشود، ما خدا را با خود سر دعوا بردیم و قسم ها خوردیم، ما به هم بد کردیم، ما به هم بد گفتیم، بی خودی داد زدیم که بگوییم توانا هستیم، بی خودی پرسیدیم حال هم دیگر را. باور کنید دوستان، طرف میاد رو فیسبوک میگه آقا حال شما خوبه؟ میگم بله خوبم ممنونم، شما چطوری؟ دوباره فردا آقا حال شما خوبه؟ میگم آقا این چی هنی چه، هر روز سلام حالت خوبه، سلام حالت خوبه، سلام حالت خوبه، سلام حالت خوبه. میگم میشه اینو شما داشته باشی خودت جواب خودت رو بنویسی؟ تا روزی هم که من مردم یکی پیدا میشه بیاد رو فیسبوک بنویسه سوربی مرد. این چیه؟ بی خودی پرسیدیم حال هم دیگر را که بگوییم محبت داریم، بی خودی ترسیدیم از بیان غم خود، و تصور کردیم که شهامت داریم، ما حقیقتها را زیر پا له کردیم، و چقدر حظ کردیم، چقدر حظ بردیم که زرنگی کردیم، روی هر حادثه‌ای حرفی از پول زدیم. از شما میپرسم ما کرا گول زدیم، چه کسی را گول زدیم؟ این شعره مثل که به شعرهای سهراب سپهری میخوره، نمیدونم نظر شما چیه، متاسفانه میگم که یه چیز غلطی هم جامعه ما هست، شعرامون بی نام و نشانه، شاعرامون ترسو هم نمیدونم، یا اگر از یک کسی برمیداریم اسم اون بنده خدا رو برمیداریم که چیک به نام خودمون بنویسیم، اولا اسم خودتو بنویس زیرش. بی خودی حرص زدیم، بی خودی احوال همه پرسیدیم، بی خودی قربون صدقه هم رفتیم. ما همه این مش آدم های دروغگو،
همه کارمون خراب. حالا اون جوان ایرانی اگه جوان هستی تا دیر نشده برو دنبال جوانی. این احمقای امیر سلیمانی و فولادوند و شایان و کاویانی و نمیدونم حخاب و سربی اینا رو ول کن، برو یه جایی یه چیزی یاد بگیر، بعد ببین چی میخوای. شما اگه امروز زور هوس چلو کباب کردی، اگه بری تو مکدونالد داد بزنی آقا چلو چلو کباب اینجا نمیذاری، اول میگن این دیوونه است، اول میگن ساری ما چلو کباب نداریم، ببخشید ما نداریم متاسفم. اگه داد زدی میگن آقا این دیوونه است، بعد یه بار دیگه داد بزنی زنگ میزنن پلیس بیاد بگیره ببرته. ببین چلو کبابی کجاست، برو بشین چلو کباب بخور. شما فعال حقوق زنان، حالا بلاکش کردم و الان میمدم وبسایت نشون میدادم، همشون به هم دیگه تعارف، بی خودی تعارف کردید به هم. ای شیر زن آزاده، بگو ببینیم کی به کی داده. طرف حسن خواجه قشنگ میگه، میگه زنه که آمده اینجا 50 سالش بوده حالا شده 70 سالش، 30 تا دیسکو رو آباد کرده، حالا میگه جمهوری اسلامی دنبال منه. آقا دنبالتون که چی کارت کنه؟ به حال شده فعال زنان، میخواد زنان آزاد کنه، خودش اسیره میخواد دیگران آزاد کنه. این داستان ما سعید درست میگه، میگه آخه کدوم احمقی کجا شما دیدی یه نفر بیاد بگه آخه شما مامور اف بی آی هستی؟ خب اگه این مامور اف بی آی میاد اینجا میگه که من برای اف بی آی کار میکنم، این قسمتی که یعنی میتونه بگه. اگر مامور مخفیه، اگه شما بهش بگید که اون نمیاد بگی من مامور مخفیم. خربازی، لوس بازی، اینم شد زندگی ما. ساعت 4 بعد از ظهر امروز آقای حسن اجلالی با شما خواهم بود. آقای حسن ارشاد میدونید که بنده خدا درگیر ساختمان و اینها بود، این بنده خدا هم پدر بزرگه و نوه داره و بچه ها داره و فروشگاه داره به اصطلاح مغازه و اینها، باید به اونها رسیدگی کنه. گفت چند هفته‌ای نمیتونم برنامه داشته باشم. گفتم هیچ مسئله‌ای نیست، شما هر وقت که بیاید خوش آمدید، هر وقت که برید بهتون میگیم که به امید دیدار. باز هم ممنونم از ایشون، حدود 70 تا برنامه تا حالا داشتن، 70 تا میشه یعنی 70 هفته 52 تاش یه سال، یه سال اونم بگو یه سال و نیم تقریبا. بله دستان ممنونم. دوستان شما هم بذارید اینو براتون بذارم، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. آقای دکتر کاظم افشارها از این جمعه ساعت 3 بعد از ظهر با شما خواهند بود و اسم برنامه شون هست پر پا. گفتم یعنی چی؟ گفت پرسش پاسخ. پرشه بزرگ بنویسید، پاشو بزرگ بنویسید، سهاشونو کوچیک بنویسید، سهشو سخشو. بعد گفتم والا من فکر نمی‌کنم همچین امکانی داشته باشه این زیر این کارا رو بکنن، ولی شاید از علی عزیز خواستم که همچین چیزی بنویسه برای ما. پرسش و پاسخ، پرشو بزرگتر، پرسش سهشو سهششو کوچکتر، پاسخ پاشو بزرگتر، سهششو کوچکتر، پرسش و پاسخ یا پرسش پاسخ با دکتر کاظم افشارها. و خیلی خوشحالم آقای افشارها گفت شما هر سوالی میخواین از من بپرسین، من یا بهتون میگم این رشتم نیست بلد نیستم، یا میگم اینقدر خوندم نتیجه تحقیقات من اینه. و یه آقای دیگه برای من نوشته بود که من نوشته های ایشون رو خوندم، دیدم نوشته های جالبه. من نوشتم اگر میخواین شما از تلویزیون مردم استفاده کنید، هزینه کمی هم بابت مخارج بدید. ایشون نوشت که من متخصص روانشناسی، روانکاوی، نمیدونم فضا، دریا، آب، ماهی، زمین اینا هستم، ولی این سعید باز یاد من داد، گفت هر کی گفت ولی اما تا اون قبلیاشو بریز تو سطل آشغال، از حالا حرف درست میزنه. ولی پول ندارم. گفتم آقا من اگه دنبال بی پولا میگشتم که تو صف آقای مرتضی آقا محمدی وایساده، آقای منصور اسانلو وایساده، 100 تای دیگهش وایساده، ما دنبال یکی میگردیم که اگه میخواد بره به مقصدش برسه، این ماشینه هم داره میره سوار میشه، بابا پولشو بده دیگه،
پول بنزینش رو بده بی مروت، لا مروت. امروز اون فیلم آقای روحانی صحبتاش مثل که مال دیروز بوده یا پریشب ایران قشنگ صحبت کرده، ولی این قشنگ صحبتش اگه با دقت گوش کنید حقیقتا یه نامه غلط کردیمه. چرا؟ مخصوصا چون آقای روحانی 20 سال خودش یکی از اونایی بود که مسئول این نیروی اتمی حق مسلم ماست. آقا حق مسلم ماست چی شد؟ همش رفت ماسش موند. اگه شما بمب درست نمی کردید، اگه شما نمی خواستید بمب درست کنید، چرا این سنتریفیوژ رو نمیدونم اینا رو الان بتون ریختید توش؟ وای میسادید مقاومت میکردید. اگر وقتی مقاومت میکردید هی به مردم میگفتید ما پیروزیم، اگه پیروز بودید چرا اینجوری دروغ میگن؟ من و شما تو فیسبوک به هم دروغ میگیم، آقای روحانی تو تلویزیون به 70 میلیون نفر دروغ میگه. من اگه بشم رئیسی سازمانی به اونایی که باید جواب بدم دروغ میگم. همه دروغگو هست. همه میگیم آقا یه مش دروغگو پدر سوخته، یکیمون نمیان بگیم کارمون خیلی خرابه. منم جزو شما هستم، منم کارم خرابه. اگه کارم خراب نبود نمیمدم بشینم سرکله بزنم با این آقا. میگه من 73 سالمه دنبال حزب مردم میگشتم، به تلویزیون مردم نامه نوشتم. آقا شما کمونیستی، چرا تو آمریکا هستی؟ و خودش میگه من سوسیالیستم، لنینیست، نمیدونم لنین و فلان بیسار و اینا هم دوست دارم، ولی تو آلمانه. White House said that this exciting news report over the course of weekend. The address. بله، White House هم نامه نوشته و گفته که حتما این جریانات که تو دو سه روز گذشته اتفاق افتاد شما هم دیدید و شنیدید. در صورت ابراز خوشنودی میکنن از این ماجرایی که هست. و اما بذاری یه ایمیلی رو که اول پاسخ آقای آریانپور رو میخونم بعد میرم خود ایمیل رو براتون میخونم. آقای آریانپور نوشته والا چه بگم، چون هر چی بگویم به شال قبای عده‌ای برمیخورن و شروع به فحاشی میکنن، آن هم نه به خودم بلکه به اجدادم، پس بهتر است خفه بشم و این مأموریت مهم را به یک فرد شجاع دیگری واگذار کنم. من خندم گرفت، میخواستم براشون بنویسم که ایشون شاید میخواد بگه که من خفه میشم و این مأموریت را به یه احمق رجوع میدم که منم اینجا کاندید شدم آمدم جلو. من سوربی احمق، من مسیحی نیستم، من هم مثل شما مسلمان زاده هستم، ولی از شما چه پنهان، با روایت های انجیل و حکایت های مربوط به حضرت مسیح خیلی خوب ارتباط برقرار میکنم. مثلا من با فیلم مصائب مسیح خیلی گریه کردم. به حضرت عباس قسم عجب پیغمبری بوده این مسیح، نه با کسی جنگی ببخشید نه خون کسی را ریخت. گفت اگر در گوشتان سیلی زدن آن یکی را هم بیاورید تا طرف خودش خجالت بکشد. به باطن زهرا قسم آدم انگوش به دهن میشه از این همه الوهیت و محبت که عیسی ابن مریم بنابر روایات در بند دنیا نبود، از لذتهای دنیاوی هیچ نمیخواست، تجسم مهر بود، مدافع برهای گم شده و در راه ماندگان و ضعیفان بود، حتی مدافع فاحشه ها. وقتی مریم مجدلیه است، چیه اینجا یه چیز دیگه میگن، ما اونجوری عادت کردیم، و سنگسار میخواستن بکنن، جلو رفت و گفت اولین سنگ را کسی بزند که گناهی نکرده است. آخر هم تاج خار بر سرش نهادند و بر صلیب کشیدند. خلاصه این که به ردای پاپ اعظم قسم که من وقتی فیلم مصائب مسیح را دیدم گریه کردم. خب میدونید که من مسلمونم. چند وقت پیش فکر میکردم اگر ما از روی زندگی پیغمبرمون یک فیلم بسازیم چجور از کار در میاد. بنابر همون روایت یادم افتاد پیغمبر ما گفته اگر کسی به شما کشیده زد شما دو تا سیلی بهش بزنید.
دیدم زیاد چنگی به دل نمیزند، چون جعفر آقا لب و فروش سر کوچه هم تزش همین بود، دست دزدار رو هم که گفت ببرید، فاحشه ها رو هم که گفت یا عقد میکرد یا سنگسار، و این هم زیاد جنبه روحانی نداشت. کل تاریخ اسلام هم که همش جنگ و خونریزی و تقسیم غنایم است و زیاد اولویت ندارد. از اون طرف هم پیامبر ما هیچ نشانه الهی خاصی ندارد، نه کور را بینا کرد و نه با عصا اژدها ساخته و دریا شکافته و نه حتی از مردم عادی مهربانتر بوده. هر کی از در اومده زده با شمشیر نصف کرده و یک قرآن آورده که همش صحبت از آتیش و شیر و جنات و من تحت النهار است و میگن هیچ کس نمیتونه بیاره، اما من خودم میتونم 6 تا بهترش رو بیارم. ان کنتا تعلمون، خلاصه خیلی پکر بودم که چرا من باید جلو این کننشورها کم بیارم، اونم توی این ایام مبارک کریسمس، که ناگهان انگار جبرئیل به من نازل شد. فهمیدم اگر در مورد زندگی خصوصی پیغمبر فیلم بسازن، فیلم زیبایی خواهد شد. فیلم پر است از گره های دموکراتیک و دراماتیک و اراتیک. فیلم از لحظه ای شروع می شود که پیامبر در 25 سالگی خدیجه 40 ساله رو عقد می کنه، با نگاهی به سن و سال خدیجه و در کنارش مال و منال خدیجه، با آهنگ خدیجه آی خدیجه، خدیجه آی خدیجه، مرگ ناگهانی خدیجه و غم پیامبر از درگذشت آن نوگل پیر هم بیشک یکی از فرازهای فیلم خواهد بود. اگرچه با ورود به دوران بعد از خدیجه کشمکش های روحانی و الهی داستان غنی‌تر می شود، پای عایشه از مهد کودک و سوده و حفصه و نمیدونم زینب و کنیزان به داستان باز می شود. دیدم خدا وکیلی مصائب محمد برخلاف مسیح یکی دوتا نبوده است. فیلم جگر هر انسانی را خون می کند. مثلا این عایشه پدر سوخته چقدر با آن برگزیده خدا یکی به دو می کرده، چقدر آن مرد خدا وقت گذاشته است که به یک کودک 6 ساله یاد بدهد که رانهایش را لخت کند. بیشک درد و رنج و مصیبت های پیامبر ما در مقایسه با مسیح مثل کوهی در برابر کاه است. مثلا نگهداری این همه زن زیر چند سقف، رعایت عدالت بین آنها، نوبت بعدی شبها، آیا واقعا تحمل این همه مصیبت از عهده یک انسان عادی برمی آید؟ واقعا که خداوند هیچ بنده ای را به بوته آزمونی که محمد را نهاد ننهاید یا ننهاد. خدا در قرآن به پیامبر امر فرمود پسر خوانده اش زید را وادار کند زنش را طلاق بدهد تا خودش آن زن را عقد کند. آن زن زینب نام داشت و بسیار زیبا روی بود. منو یاد آقای مسعود رجبی و مهدی ابریشمی میندازه. این اگر مصیبت نیست پس چیست؟ یا سر قضیه کنیزک ها و حق دخول به آنها چقدر این پیامبر آزار دید؟ آخر خدا اومد پایین گفت پیغمبر چرا هر چیزی که به تو حلال کردیم تو به خاطر حرف مردم به خودت حرام میکنی؟ چرا اینقدر سختی میکشی؟ چرا به 40 تا زن و 1000 تا کنیز راضی میشوی؟ آخه چقدر سختی؟ تو که خودت رو کشتی؟ آیا هیچ انسان عادی در زندگیش این همه مصیبت رو تحمل کرده است؟ خب میدونید من مسلمونم و راستش خیلی به هم بر میخوره که توی ایام کریسمس یک مش مسلمون به هم عید مسیحی ها رو تبریک بگن. برای این که با فرهنگ اصیل اسلامی آشنایی کامل ندارن بیفتن در دامن یک مش گبر و ترسا و از این حرفا. اینک زمان آن فرا رسید که از جهان اسلام یک کارگردان برخیزد و فیلمی با عنوان مصائب محمد بسازد و روی میل گیبسون را کم کنند. برای نوشتن فیلم نامه روی من حساب کنید. شک نکنید که فیلم تأثیر گذاری خواهد شد. فقط حیف که دیدنش برای اطفال زیر 18 سال ممنوع خواهد بود. طبق معمول بی نام و نشان این همه میگیم ولی میترسیم. بنده خدا آقای آریانپور بی خود نبود که من به اصطلاح جرأت نمی کنم. و اما چه بگم که خانم سقفی گفته این ایمیل رو نخون، ولی خوشحالم که ایشون حالشون خوب شده، برنامه من رو میبینم. من یه مقداری فکر کردم شما
از ما گلمند و ناراحت هستید. میبینم که گلمند هستید ولی امیدوارم که ناراحت نباشید، برنامه ها رو ببینید و شما هم حق دارید حرفتون رو بزنید. اگر یک تلویزیون شاه اللهی پیدا کردید که یک نفر که مخالفش هست بتونه توش حرف بزنه، اونو به من نشون بدید. ولی من میگم خانم آقا، تو ما طرفدار پادشاهی هستید، ما بد میگیم، ما دروغ میگیم، ما تهمت میزنیم، شما بیا درستش رو بدید. بد گفتیم، غیر منطقی گفتیم، شما بیا یاد ما بده منطق چیه. البته اشتباه کردم، میخواستم اسم خانم مینیو سقفی رو نگم و این نامه رو بخونم، ولی دیگه حالا چون گفتم به ایشون احترام میذاریم. گفته نخونید، چشم نمیخونیم. اینم از این ماجرا. و ببینم که ایمیل های بعدی چیه. IAEA، این هر وقت من میبینم مثل IKEA هست، IEA هست. این سازمانی که آقای امیر هوشنگ، آقای هوشنگ امیر احمدی دارن، این رو باز در رابطه با این اتفاقاتی که چند روز گذشته افتاده ایشون هم مینویسن و اینها. نیاک هم از طرفی نوشتن که نیاک نوشته که ما خیلی خوشحالیم و این رو به فال نیک میگیریم که ایرانی ها آزاد شدن، آمریکایی ها آزاد شدن و الی آخر. بله، میگه که این رو همون روز تا چیز بود نوشتن که سیامک نظامی، امیر حکمتی نمازی ببخشید و سعید آبدینی. دوستان مثلا این آقای سعید آبدینی، والا بلا من اگر آمریکایی هم کاری بودم بهش میگفتم ببین آقا، تو وقتی میری ایران با پاسپورت ایرانی میری، یعنی به آمریکایی، حالا امیدوارم رفت آمد درست بشه، خوب بشه، ولی به آمریکایی میگی دولت آمریکا، من اون چیزی رو که شما گفتی قبول ندارم، گفتی آقا کوبا نرو، گفتی آقا این کشورها نرو خطرناکن، گفتی آقا ایران نرو، قبول ندارم، من ایرانی هم میرم ایران. وقتی میری ایران خانمت اینجا نباید بیاد چشاشم اینجوری آرایش کنه، ای ها شوهر من گرفتن. آنا خانم مگه شما به خدا اعتقاد نداری؟ مگه شوهرت نرفته اونجا تبلیغ مسیحیت بکنه؟ خدا خواسته اینا بگیرنش ایشون جهانی بشه، حالا آزادیش بهت تبریک میگیم. ولی من فکر نمی کنم این آقا بره تو آیداهو وایس اونجا تبلیغ خدایی کنه، ایشون تنش میخاره. حالا یه میدونم چی بگم، نمیدونم، میخواستم یه چی بگم نگم بهتر، چه گویم که ناگفتنم بهتر. حالا همین آقای سعید آبدینی هم وقتی آمد بعدن ازش میپرسیم ببینیم آقا چه گذشت به شما، چی گفتن ایشون. بار یه بار دوبار هم مثل که نرفته ایران، هی رفته، هی گفتن آقا برو اینجا نیا تبلیغ کن، هی باز رفته. خب گرفتن دیگه، میگیرن آقا. شما که میدونی اینا منطق ندارن. شما اگر رفتی یه جایی دیدی آقا امشب که رفتی اینجا یه مش آدم عرق خور مست لاتی اونجا هستن، اگه فردا شب هم رفتی اونجا تقصیر شماست یا تقصیر اونا؟ شب اول آدرس گم کردی رفتی یه جایی، شب دوم اگه رفتی کرم پنیر از خود پنیره، شما کرم داری که میری اونجا. باز هم کاسه گدایی فریبکارانه در سیمای رجوی با عنوان گلریزان همیاری. آقای علی حسین نژاد، قربان علی حسین نژاد، این ماجرای همیاری تلویزیون ها بعضی هاشون ماجرای پولشوییه. یه برنامه میذارن 4 تا تلفن، یکی زنگ میزنه میگه آقا من 10 دلار میدم، آقای فیلابی زنگ میزنه میگه من 200 دلار میدم، اون زنگ میزنه میگه من 1000 دلار میدم، دوست ما هم از کانادا زنگ میزنه میگه مجاهدین من 600 هزار دلار نصف پولمو میدم که اینا بتونن پولشویی کنن. شما دیگه چرا؟ اینم از این ماجرا. و اما تا کجا خوندیم؟ دکتر کاظم افشارها رو هم گفتیم، از مصائب میستین هم گفتیم، کیوان افشاری از AIC گفتیم، دکتر هوشنگ امیرحمدی رو هم گفتیم، تریتا پارسی رو هم گفتیم، این زانی رو هم گفتیم و گدای فریبکارا رو هم گفتیم. سیر کردن شکم، خب یه دوستی ما داریم به نام کیجا دختر دهاتی، از آقای اوسانلو که دیره نمیتونم بپرسم. سلام آقای سوربی، آیا شما میدونید
که در ایرانی که امثال اوسانلوها میگویند حقوقشان را نمیپردازند، مزایایشان را نمیپردازند، بیمهشان فلان، مزدشان بمان، این کارگران کارمندان در ایران با توجه به گرانی چگونه اجاره خانه، شهریه، تحصیل بچه ها، خرج پوشاک، سیر کردن شکمشان را تهیه میکنند. با بیکاری در آمریکا و اروپا، با بیگاری در آمریکا و اروپا ماه دوم زیرش طرف میمونه. یعنی چی که اونها 6 ماه حقوق نمیگیرن، 1 سال حقوق نگرفتن، بدون پول چگونه میتونن زندگی کنن؟ آیا همه کارگران کارمندان بدون دستمزد طلبکار حقوق در ایران شغلهای دوم سوم دارن؟ اشاره کنم که من هوادار و کشته مرده و حقوق بگیر آخوندها نیستم، اشتباه برداشت نشود، نوشته طولانی شد، ببخشید. کیجا؟ دختر دهاتی. امیدوارم بیان به شما پاسخ بدن. همین آقای کوروش عرفانی دیروز یه برنامه تکراریشو من میدیدم، خدا شاهده تو 5 دقیقه، اولش 5 دقیقه داشت میگفت که مردم از گرسنگی و گشنگی و نمیدونم بی حقوقی دارن تلف میشن، تو 3 دقیقه 3 و 4 میگو مردم ایران همه نشه هستن و دارن مواد میکشن و روز 17 ساعت نشه هستن. میگم آخه آقا ویدیوهای خودتو نگاه کن، به خودت، به جوونیت، به خانوادت رحم کن، این همه غلط و غلوط برای چی میگی؟ دوستان به من لطف کنید، اگه من یه جای غلط و غلوط میگم، تو رو به جدتون، تو رو به شرفتون، از اون آقایی هم که مجاهدا بهش پول داده بودن و این اسم رو گذاشته بود خبری نشد. گفتم بهتون که زنگ زدم به تلویزیونه میگم آقای فلانی، میگی بله بفرمایید، خوب که صحبت میکنم، میگی من اون نیستم. میگم خب بچه رو، میگه هستم. میگه من فکر کردم به دفتر تلویزیون. میگم آقا مگه من گفتم تلویزیون حقوق بگیر مجاهدین که شما گفتی بله؟ من اسم بردم، چه میخوای یاد بگیری؟ ایداده بیدم. بعد میگی من اصلا هم چیزی یادم نمیاد. گفتم چه خوب شد که اینو گفتی، این نشون میده شما مزدور واقعی هستی، گذاشتن جلوت، خوندی، عیبی نداره. ولی بیا به مردم بگو که این لیست رو مجاهدین داده بهت، گفته آقای نوریزاده چون ایراد گرفته مزدوره، سربی نمیدونم تلویزیون مردم مزدوره، تلویزیون رها، تلویزیون کلمه، تلویزیون جرس، اینا همه مزدوره، تنها تلویزیون آزاد مجاهدینه. دوستان برید مجاهدین نگاه کنید، بهشون بپیوندید. همین آقای مجری اگه واقعا ناموس داره، شرف داره، بره توی لیبرتی. آقا مرداد عزیز، علی که دیگه از ما غر کرده، از کانادا، علی جان به این تلویزیون توی انگلستان کمک کن، براش یه بلیت بخر، ببرین این مردکه رو بندازید تو لیبرتی. وقتی که میگه یه سازمان هست داره فعالیت میکنه، شماها چرا چکش میکنی نمیدونم لای چرخش، بهش بگو آقا این چکش میکنه، تو احمق بلند شو برو چکش تو برای اونا بزن. دروغ میگن فقط برای اینه که 250 دلار 100 دلار از اینا بگیره. ممنونم از خانم کیجا دختر دهاتی، این رو از آقای اوسانلو هم میپرسیم بیان پاسخ بدن. ولی از این که ما هی مجانی با آقای اوسانلو برنامه بدیم، حقیقتش من نمیتونم. از این که آقای سعیدی به من بگه آقا من میخوام برنامه بذارم، میگم خب آقا برو یکی پیدا کن که حمایتت کنه. میگه من نمیتونم. شما میتونی؟ نه آقا من برای خودم، میبینی چجوری حمایت میکنم، میرم کار میکنم شنبه شنبه ها، روزای دیگه میرم کار میکنم، هر روز اینجا نمیشینم برنامه بذارم تا بتونم بیام بشینم اینجا. دوست دارم، دلم میخواد، برای علاقه. طرف میره یک شغل دوم میگیره که مثلا رو ماشین کهنه کار کنه، ماشین کهنه ای میخره، ریستورش میکنه. شما برای هابیتون، برای علاقتون هم نمیرید کار کنید، بعد میگی جانم فدای ایران. دروغ میگی آقای سعیدی، دروغ میگی. من نمیخوام به این روکی صحبت کنم، چون میدونم شماها تحمل شنیدن حقیقت رو ندارید، ولی دروغ میگید. اگه دروغ نمیگید، من حاضرم به شما برنامه مجانی بدم، شما رو میذاریم روی اسکایپ، شما بشین 3 ساعت برای مردم تیوی مارکتینگ کن، من 1 ساعت بهت برنامه مجانی میدم، ساعتی 30 دلار بهت حقوق میدم. این یلو پیج، این صندلی هم آبرو مار میبره، والا بلا ما گاز پس نمیدیم،
این آقای رضا پهلوی بود، گفت من خیلی گاز دارم، احتیاج به نیروی اتمی نداشتیم. این یلو پیج شما بردار، اون کسی که تبلیغ داده به یلو پیج یه مقداری بیشتر از کسای دیگه میفهمه که اگه کارش خوبه میگه آقا من کارم خوبه احتیاج به تبلیغ ندارم، اگه کارش بده میگه کارم بده پول ندارم احتیاج به تبلیغ ندارم. این فهمیده اگه کارش خوبه میتونه خوبتر بشه با تبلیغ، اگه کارش بده میتونه بهتر بشه با تبلیغ. اینو شما آقای چیز بشین بیا آقای جمشید آصف فلان اینا همه هست، به یکی یکی اینا زنگ بزن، ولی نه که شما برو تلویزیونای دیگه دور بزن، زنگ بزن بعد بیا اینجا بگو من پول ندارم، حالا شما هم به برنامه بده. نه نمیتونم. اوکی، من الان برای آقای اوسانلو این نامه رو میفرستم. خانم کیجا، این کیجا اسم شمالیه چیه؟ بفرم. اینم فرستادیم برای آقای اوسانلو، ممنون و متشکر. حالا ببینیم آقای اوسانلو در لس آنجلس چه میکنن. خب یه چند تا عکس بهتون نشون بدم، ما هم یه کمی استراحت کنیم از این شور و هیجان. و نوشته چند تا عکس زیبا، ولی این عکس ها انقدر بزرگی که نمیدونم توی صفحه نشون داده میشه یا نه. ماشاءالله این سگه سگه ها، بذارید بهتون نشون بدم. ما سگ داریم، چهار تا هم داریم، سگای بزرگ هم داریم، ولی این سگه دیگه شاه سگه. ببینید این بچه در مقابل این سگ و اینم درخت کریسمس، ببینید نسبتشون چجوری هست. ساعت 3:46 است، ما یواش یواش باید بریم. اینم سگا و بچه ها، این سگای پاپی، بچه سگا واقعا انقدر خوشگل و با نمک هستن که آدم وقتی میگیردشون میگه به به، ولی بیچارت میکنن. البته این بیچاره هم خب نه زبون دارن که حرف بزنن، باید بهشون برسی. ببین این دوستی، این عشق و علاقه رو شما کجا میتونی بین دوتا انسان واقعا پیدا کنی؟ ببین بچه چقدر قشنگ این گربه رو گرفته توی بغلش، ببینیم چی داره این دیگه. عکس ها اینقدر قشنگ بود عکس ها که من دلم نیومد با شما اینها رو به اصطلاح در میون نذارم یا نشون ندم. این چه جالبه، دختر خانمه گوشی دکترا رو گذاشته و اینم چه بد اخلاق این سگه. اینم آببازی سگا، سگا از آببازی خوششون میاد برعکس گربه ها. این چی، این گربه هست چیه؟ من قیافش درست ندیدم. در صورت اینم ببینید جرمن شپرد با این بچه از این تخت خواب و رخت خواب دیگه بهتر پیدا نمیشه تو دنیا. خب این هم گربه و گربه و گربه شیر ریختن رو زمین. مادره شیر داده به بچه تو لیوان، سرش رو قشنگ لیوانه ریخته زمین، همه دارن با هم. بله نوش جان میکنه. This baby looks so content. بیا اینم میگه خیلی دیگه ایشون رفته تو حال، چشاش اصلا مثل آدم های نشه. خب Our father who art in... نگاه کن اینا دوتا نشستن اینجا دعا میکنن. میدونید که امریکایی ها یا خارجی ها کلن شب هم که میخوان بخوابن قبل از اینکه برن تو رخت خواب دعا میکنن. و این سگه هم ببینید چقدر قشنگ وایساده بغلش کنارش دعا میکنه. نگاه کن این سگه عظمتش واقعا. اینم گربه و این بچه دوتاشون. گربه را آورده بالا، چه قیافه ای داشت. اینم سگه داره فشار میده اون چیز آب رو که این دختر خانم آب بخوره. ممنونم از دوستی که این را اینها رو برای ما فرستاده. اینم این بچه و گربه دارن آماده میشن که برن حمام، آب بازی میکنن. این سگای بزرگم خیلی باحالن. خب اینم خرگوشه یا سگه؟ این یه سگ کوچولویه، یه سگه، این پاپیه. بله اینم از این. ممنونم از اون دوستی که این رو فرستاده بود، متشکر. و اگر اینم مثلا تعارفه، اگر اجازه بدید ما میریم دیگه چیه، حالا شما یکی یکی برای من اجازه میدید دیگه میریم. و بعدش هم برنامه آقای الان ساعت 3:50 است، ساعت 4 بعد از ظهر وقت نیویورک، 1 بعد از ظهر وقت واشنگتن،
به وقت کالیفرنیا، به وقت واشنگتن سیاتل. یکی بعد از ظهر با آقای حسن اجلالی هستیم، کارشناس ارشد. من فکر میکنم برنامه آقای اجلالی برنامه خوب و پرباری باشه به خاطر اتفاقاتی که این چند روز گذشته افتاده. ببینیم نظر ایشون چیه. میدونید من اول برنامه دو تا تبریک گفتم، تبریک روز مارتین لوتر کینگ جونیور و تبریک این برنامه‌ای که انجام شده بین ایران و آمریکا، و یه تسلیت گفتم به اونایی که دنبال جنگ بودن فعلا ناامید شدن. ناگفته نماند دوستان، یادتون باشه همین جوری که آمریکا هی ایران در دوره شاه باد کرد این شاه رو، شاه هم فکر کرد خیلی بزرگ شده خیلی فلان شده، الان ممکنه یه همچین چیزی هم باشه که اینا دیدن از اونوری حریفش نمیشن. تو فیلمای فارسی هم این بود، میدیدن طرف خیلی قویه، گردن کلفت چابوکش فلان، حریفش نمیشن، باهاش دوست میشدن، بعدن پدرش رو در میآوردن. حالا امیدواریم دوستی ایران و آمریکا یه دوستی سالم باشه، امیدواریم دوستی بین ماها با دوستامون یه دوستی سالم باشه. از اون آقا یا خانم جوان ایرانی ممنونم که دست از سر ما برداره بره سراغ اون دوستای متفکرش و از اونها یاد بگیره. از اون خانم یا آقایی که فکر میکنه همه چیز رو میدونه ولی عوضی نامه مینویسه، من ممنون و متشکرم. آقا یا خانم زنی زنی. از کیجا دختر دهاتی ممنونم. از اون آقای اصفهانی ممنونم. و من تلاش خودم رو کردم نتونستم با شما تماس بگیرم، شاید فردا صبح باز باهاتون تماس بگیرم تا به شما بگم شما میتونید کجا ما رو پیدا کنید. دوستان روز روزگار بر شما خوش. چهارشنبه با شما خواهیم بود و جمعه هم آقای افشارها ساعت 3 بعد از ظهر با شما خواهند بود. یه مهمانی هم داریم ساعت 2 بعد از ظهر که نظرات ایشون رو هم میپرسیم و جویا میشیم در رابطه با این نقض تحریم ها بین ایران و آزادی 7 ایرانی از زندان های آمریکا و آزادی اون 5 تا آمریکایی و غیر آمریکایی از زندان های ایران. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، لطف کنید تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. الان میبینید شاهدید، مثلا طرف میذاره تو فلانجا 70,000 تا بیننده داره، باز ویدیو 300 تا 400 تا، ولی ما هم با همین تلویزیون نقلی 400-500 تا بیننده خودمون رو توی یوتیوب داریم، چند هزار تایی هم که دیگه دارید میبینید. فیسبوکمون نزدیک به 8,000 نفر، فیسبوک خودم 5,000 نفر، دیگه بیشتر قبول نمیکنه. ایمیلمون 3,000 خورده. شما چی میخواید برای ساعت 20 دلار، برای ساعت 50 دلار چی میخوان؟ فکرشو بکنید. دو نفر دوستتون رو میخوان دعوت کنید، یه چایی باید براشون درست کنید، اگه اهل آبجو باشن دو تا آبجو باید بهشون بدید، ببینید چند خرجش میشه. ولی میان اینجا 10 دلار 20 دلار 50 دلار خرج میکنید، ببینید با چند نفر. من میگم شما با یه نفر تماس بگیرید، اگه اون یه نفر ارزش داشته باشه 50 دلار شما به قول معروف کار خودشو کرده. گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است. مرسی مرسی مرسی.